سلام عرض می‌کنم خدمت شما هموطنان عزیز و شما نازنین هایی که در استودیو تشریف دارید. خیلی خوشحال هستیم در خدمتتون هستیم. آماده هستین؟ تپش تلویزیون Stars on Brand in Glendale, California presents Thursday Night Fever. Ladies and gentlemen, live from Los Angeles, here's your host, Ali Reza, Ali Rasavi. سلام به همه، خوب هستید؟ امیدوارم که خوب و سلامت باشید. پنجشنبه شب دیگری با شما هستیم در این تب پنجشنبه شب و مطمئنن هم برنامه دیدنی رو خواهید مشاهده خواهید کرد. خوب فارسی بود داره کم کم پس میره. خدمت رو میگم که جالبه، درباره خودمون صحبت کردیم و اینجا تصادف یادم میاد وقتی برمیگشتم عقب به 40 سال پیش وقتی از ایران خارج شدم، سینمایی داشتیم به نام سینما آتلانتیک. اون موقع اسمش آتلانتیک بود، الان شده آفریقا. نمیدونم هنوز وجود داره یا نداره، اونایی که میدونن وجود داره حتما خبرشو دارن، اگرم نیست هنوز که نمیدونم. ولی برای اصلا جلوی سینما آفریقا اومدم بیرون، یه ماشین زد پشت یه ماشین دیگه، طرف دوتایی از ماشین اومدن بیرون و شروع کردن بدون هیچ چیزی، هیچ وقفه‌ای، شروع کردن همدیگه رو زدن و اصلا هیچ مسئله هم نبود، شروع کردن ده بزن. و خب ما اومدیم آمریکا، چند سال اومدیم آمریکا، بعد از اومدیم آمریکا خلاصه با اینور و اونور داستان‌های مختلف و سن و بالا بردن و کلک زدن و از این حرفا، البته بنده که نه، بقیه. بعد رفتیم درایور لایسنس یا تصدیق آمریکا رو گرفتیم. تصدیق آمریکا گرفتن، شروع کردیم تو راه رفتن و بعد یه نفر از پشت زد به من، باور کنید غیر از این نیست. از ماشین پیاده شدم، گفتم حالا من این یارو رو بعد چطوری کتکش بزنم، چون تو ذهنم این بودش که ماها میزنیم، مثلا کار دیگه ای نداریم انجام بدیم. اما این اتفاق نیفتاد. طرف پیاده شد خیلی راحت، گفتش که خوب هستی؟ گفتم خوبم. گفت تصدیقتو بده. تصدیقو دادیم، تصدیقو گرفتیم، یه سری چیز بیز نوشت به ما، هم کمک کرد که چیکار بکنیم. من 14 سال بود کنم، اونم واسه من کمک هم کرد که چیکار باید بکنم و انجام شد رفت. همه این رو بذاریم کنار، نگاه کنیم به امروز کشور عزیزمون ایران. امروز کشور عزیزمون ایران، داشتم یه مقاله رو میخوندم، بعد دیدم که آقای دکتر هاشمی وزارت محترم بهداشتمون گفتن ملت در دو حالت از دنیا میرن در اورژانس های کشور. حالا در این دو صورت، چه صورتیه؟ اولیش تصادفه که در تصادف از بین میره. دومیش نزاعه که اکثر این نزاع ها بر از تصادفه. و دومیش نزاع بر از تصادفه. حالا این نزاع بر از تصادف چیه؟ اینه که درم از ماشین پیاده میشه بدون هیچ دلیلی، این عصا قفلیه رو ور میداره بدون هیچ مسئله، صاف میره جلو و شروع میکنه. یعنی حساب کنید، یه نفر دیگه زده ماشینش چپ کرده، هزار تا ملخ خورده، هزار تا داستان، همه این مسائل، ولی از ماشین که پیاده میشه اولین کاری که میکنه اینو ور میداره و حمله میکنه. توی آمریکا الان میبینم بعضی تصادف که میکنن، نگاهشون که میکنی قربونش، اصلا هم تو طوری که راه میرن آدم میترسه، میگه نکنه اینا حتما یه اتفاقی افتاده. تصادف تو آمریکا یه داستان خوبی داره. تا شما تصادف میکنید طرف اون یکی تبریک میگه، میگه خب خدا رو شکر تقصیر تو نبودش که زدن بهت، میگه بله، میگه تبریک بهت میگم که به هر صورت وکیلت کیه، وکیلت کی هستش. و این وکیل خیلی نقش موثری داره. بعد جالبیشم اینه که وکلای نازنین ما
اگر مثلا یه کسی از یه شهر دیگه ای، مثلا فکر کنید حتی از واشنگتن بیاد لس آنجلس، از تهران اینا رو فراموش کنید، از لس آنجلس بیاد واشنگتن بیاد لس آنجلس، از تهران بیاد واشنگتن لس آنجلس، اولین حرفی که میزنه میگه اینا چقدر وکیل دارن تو این شهر و چقدر به وکلاشون احترام میذارن و این وکلا مثلا نگاه میکنید یکی پس از دیگریه. ما در لس آنجلس دو تا مشکل داریم. مشکل اولمون وکیله، چون وکیل همیشه لازم داریم یه وکیل داشته باشیم و هر کسی اینجا میاد میگه حتما اینا انقدر وضعشون خرابه و انقدر مشکل تصادف دارن که باید حتما یه وکیل باشه، چون انقدر تبلیغات زیاده. مشکل دوم کردیتمونه. یه سریال شهرزاده میخوای ببینی، اول یه نفر میاد میگه کردیت شما رو درست میکنم، یه چرخ میزنه، نفر دوم میاد میگه کردیتتون رو به من بسپرید. برای همین این داستان در حد میگن پس تمام کسایی که در لس آنجلس زندگی میکنن یا کردیتشون خرابه و متاسفانه اعتباری ندارن، یا اینکه انقدر وضع تصادف زیاده اونجا که دنبال وکیل هستن. بعدم وکیلا دیگه پیشنهاداتشون انقدر خوب و جذاب شده که حد نداره و کم کم من فکر کنم وکیله درصد نمیگیره، به شما یه چیزی هم میده که شما به دفترش باور کنید. جالبترش اینه که پیش وکیله که میری، وکیله بهت میگه کدوم بادی شاپ برو ماشینتو سپرشو درست بکن، چون اگر جای دیگه بری کیست به هم میریزه و این پرونده به هم میخوره. و تازه خود وکیله به شما میگه کدوم دکترم برو، چون این وکیله تو پزشکی هم کارش درسته و خیلی راحت به شما میگه کدوم دکتر برو، چون اگر دکتر اشتباه بری گردن تو شاید کج بکشه. به خاطر همینم ما این مشکل رو داریم. و خب خدا رو شکر دوستانی که از کشورهای مختلف به آمریکا میان، از ایران که دیگه نمیتونید بیاید، به قول دوست خوبم ماز جبرانی میگفت به مامانش گفته فهمیدی ترامپ دیگه نمیذاره کسی براد آمریکا، گفته چه خوب، گفته چرا، گفته من اصلا نمیخواستم فامیلامو ببینم. واسه همینم این اتفاق افتاده و خب حالا آقای ترامپ که اینو مسئله رو گفته و خیلی هم ناراحت هستیم از ماها، خیلی بعضیمون ناراحتیم، بعضی هم خوشحالن میان خب خدا رو شکر الان باز داره مهمون قرار بود بیاد خونمون چند روز بمونه یا چند وقت بمونه، حالا دیگه نمیاد. اینم داستان دیگه است. یه سری دیگه هم بدون که اصلا بدونن شروع میکنن به ترامپ فحش دادن که آقا این ترامپ به خدا قسم آقا به اصلا به ملت ایران کاری نداشته، اینا مشکلات دولتیه، مسائل هم حل میشه. بعد اگه آقای ترامپ رو بشناسید، ببینید آقای ترامپ خیلی راحت، اگه دبی رفته باشید این پالمو که نگاه بکنید، تمام هتل ها و چیزهای مختلفی که اونجا قرار بوده ساخته بشه ساخته شده، الا یک دونه هتل، اونم هتل ترامپه که گفته نه من اینجوری درستش نمی کنم، زده. حالا مثل که شنیدم که قراره شیخ محمد درست کنه تقدیم کنه به تو. برای همین اگر که شماها به هر صورت فک و فامیلی دارید که از ایران قراره بیان اینجا، از قبل وقتی از هواپیما براشون میدارید بهشون بگید که شما که اینجا هستید و شما که دارید برنامه رو میبینید، اگر میبینید ما مشکل وکیل نداریم، ولی این اگر خواستید بیاد آمریکا تحصیل کنید، میشه که وکالت کار خوبیه فعلا. دوم این که ما مشکل کردیت و اعتبار هم نداریم. اگر هم میبینید این تبلیغات میشه، یکی این که بعضی از رسانه های ما به خصوص رادیوها خیلی خوب بلدن چطوری اینا رو بندازن به جون همدیگه، برای همین طرف که میاد نیم ساعت میگیره اون یکی هم میاد نیم ساعت بگیره، برای همین هر دو تاشون رو گوش بکنید، هیچ اشکال نداره. مشکل اعتبارتون با این مسائل حل نمیشه، شاید خودتون هم بتونید این کار رو انجام بدید و مسئلتون حل بشه، یا پیش کسی برید که کارش درسته. امشب هم یک برنامه دیگه داریم براتون و خوش آمدید به برنامه این هفته ما. مرسی. امشب در شب پنجشنبه شب با هوشمند عقیدی، امشب با مایکل، امشب با موری، امشب با سحر شهر و امشب با ابراهیم لبنی. با ما همراه باشید.
مهمان اول برنامه ما یکی از اسم‌های شناخته شده، یکی از نام‌های ماندگار در موسیقی کشورمونه، یکی از کسانی که سال‌های سال باهاش آشنایی داریم، با آهنگ‌هایی که اجرا کرده، با صدای گرمی که داشته و داره و با این شخصیت خاصی که متعلق به خودش هست، یک انسان دوست داشتنی، یک هنرمند ارزنده و یک اسطوره‌ای که امروز در کنار ماست. خانم ها، آقایان، هوشمند دقیق. سلام بر شما. درود بر شما. قربان شما. حال سرکار چطوره؟ تشکر میکنم. خوب هستید؟ قربان شما. خیلی ممنون. تشکر میکنم. بسیار از زحماتتون متشکر. برنامه‌ای دارین که دوستان عزیز رو انترتین میکنین و همیشه یادش میخواهد بود که شما واقعا، البته نمیدونم که در پشت صحنه ها چه مشکلاتی هست، چه گرفتاری هست تا یه برنامه جور بشه. ولی به هر حال وقتی که خوششون میاد و برنامه رو میبینن، به هر حال دعای خیرشون همیشه امیدوارم که برقه کار شما باشه. لطف دارید. خیلی متشکرم. مرسی. ما هم خوشحال هستیم که در طی این سالها همیشه مهماندار شما بودیم و در برنامه‌های مختلف هم شما حضور داشتید. و امشب با مایکل اومدید یا بدون مایکل اومدید؟ پسرتون اینجا؟ بله بله، مایکل بود. آها. بچه‌ها مایکل بود. بچه‌ها تو دوستان دیگه. بله مایکل. بلنشو. مرسی. اگر این مایکل نباشه، خانم آقای عزیز، من که نه باید رانندگی کنم، قدغنه بسام. چرا قدغنه؟ نمیدونم، یه زدین به دیواری، به درختی، چیزی. نه به خدا من نزدم، چون من مادرم این اتفاق افتاد. آره؟ میرون میرون میرون، یه بار داشت تعریف کردم داستانو، همینطور رانندگی میکرد، من استودیو بودم، داشت میومد پیش من، مادرم اومد، دیدم دو تا پلیس هم داره اسکورتش میکنه. آه، آه، آه. با صدا، با همه چیز. بعد اومد پیاده شد، خیلی با قدرت برگشت، گفت عربی ببینید دو تا چی میخوان، و رفت تو. و دوست خوبمون علی عربی عزیز رفت، گفت آقا این حمام خیابونا رو شکنج کله رفته، چرا قرمز رو رد کرده، دو نفر نزدیک بوده زیر کنه. می تو. آلرایت. Thank you. بله شایدم بعد مامان که مثلا شاخش هم شکسته افتاده رو باشیم، بعد پلیس پرسیده که خب شما فکر میکنین که مثلا شکایت چیز داری؟ گفتم من نمیدونم، وکیل باید بگه مثلا. مثلا یه چیزی هم طلبکار بودم. ضمناً شنیدم میگن در ایران خیابونای یه طرفه رو، یه طرفه، اگه به دو طرف نگاه نکردی رفتی. میرم هست. آقای قلی، شما متولد اصفهان هستید، درسته؟ متاسفانه، خوشبختانه باره. هیچ وقت... Thank you. اصفهان نصف جهان. بنده، بله، اصفهانی هم. اصفهان هم زندگی کرد؟ تا چند چه سالی؟ خیلی، من زمانی که خب متولد شدم در اصفهان، بعد دیگه دوران مکتب و دیگه دوران دبستان و دوران دبیرستان و دوران رفوزگی‌هاش و دیگه بعد دانشکده و فوق لیسانس و بعد دیگه آمدم تهران. او بعد شما این تهران؟ بله بله. یعنی فوق لیسانس هم در اصفهان گرفتم. چه فوق لیسانس چی؟ زبان انگلیسی. راست میگی؟ Yes, please. All right. اینا بله، لهجه اصفهانی بهتون یاد میدادن؟ بله کاملا.
بله استادای خوبی هم داشتیم. آخه با خدا من دیدم مثلا اسپانیایی عزیز وقتی صحبت میکنن این لهجه لهجهشون رو دارن. بله. یا مثلا شما به دهان ماوس میگفتید یا ماوس میگفتید؟ به دهان؟ دهان میگفتن ماوس یا ماوس؟ نه درست میگفتن. یه دکتر یه دکتر ایرانی که توی جمهوری با خدا قسم دور نمیام طرف آمریکایی بوده همکارش تعریف کرد گفت من میرفتم تو اتاق که اطلاعات بردارم بعد آقای دکتر دندانپزشک به خانم آمریکایی گفت open your mouth please بعد این دنبال ماوسه میگشته که این موشه کجاست ماوس داستانیه در زبان‌های مختلف طرز تلفظ‌های مختلفی دارن که بعضی ها واقعا ممکنه نتونن مثلا اصفهانی ها چه را همون جه میگن اون صورت چه را نمیتونن بگن میگن جه آره. یا مثلا مثلا بنده پدر مادر مال آباده شیراز بودم آباده ها به بود میگم بیت رفته بودیم خونه شون تابستون خونه یکی از دوستان رو بعد میگفتش که خوشمندی جلو درخت ما سه تا درخت بیت دو تاش بیت یکیش بیت نبیت او یکی که بیت نبیت بین اون دوتایی که بیت من اصلا نفهمیدم چی گفت عبرین بفرمایید خیلی از دوستان هنرمند که سن زیادی هم ندارن و جوان هستن وقتی میخونن وقتی میخوان آهنگ بخونن آواز بخونن همشون یه این دفترچه‌شون رو دارن که از رو اون بخونن شما نیاز دارید به این دفترچه یا خیر؟ من اسم خودم که دیگه بخوام بگم باید نگاه کنم باور کنید دیگه سن که رسید هشت آره من یک شعری هست خانم آقایون که میگه سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا من این رو 91 بیتش کردم دنبالش رو میگه رفیقی نازنینم وقتی تو رو ببینم میخوام برات عزیزم یه خورده غیر بریزم غیری که توی کلامه به سادگی سلامه هم تلخست اینی تخیار ولی حقیقتست گوش دار سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا و میباز آماده باشه حال کار ندارم بعد میگه که اول فشاری خونست که قفل و بندی جونست چربی با قند بالا هی میخوری مشالله قاطی میشد انگار بدن میفتد اسکار این دکتر و اون دکتر مطباشون میشد پر به چه میگه بابام کو میگن توی سی سی یو الا خیلی ازم بعد میگه شست که اومد سراغه تیر میکشه دماغه کور میکند اجاقه نمیدونی چی خورده ای چی چی برای کی برده ای کی رفته ای کی اومده ای کی به کی حرفی زده ای پولا تو جیبت چی تو شد اونجا چی شد ولو شد از اون قضیه نپرد که دست از اسمی باد شوست میفرمودیم این 60 سالگیه این 70ه این یکی که 70 بود 70 ده 80 که نمیخوام برسیم نه بله باعث خجالت است سوتر نگو جونم آیا قدید هر تایی این سالها شما خواننده پاپ خودتون رو محسوب میکنید یا خواننده ایرانی نه ایرانی واقعا ایرانی بله ولی آهنگای پاپ میخونید و بیشتر آهنگای شما که معروف شده موسیقی آهنگای پاپ بوده تقریبا آهنگای پاپ بوده بله یعنی تقریبا نه خب به خاطر که من خودم از دوران بچگی که پدرم گفت که همه گفتن که بچت صدا داره فلان گفتم دوست ندارم همینطور بری بخونی فلان یعنی میدونی که قضیه 60 سال 70 سال پیش در ایران این مسائل بود مخصوصا در اصفهان فلان بعد میگفت دوست دارم که تو مدارک دانشگاهی رو بگیری اون وقتی که با خودت هر غلطی می‌خوای بکنی بکنی خیلی خوب همینجوری گفتم گفتم آره دیگه اون وقته ولی دوست ندارم که مثلا دیپلم گرفتی نگرفتی مثلا بخوای بری کار خوانندگی به هر حال ما هم همین کارو کردیم و گذاشتیم در کوزه و به هر حال اومدم و شروع کردم به همین آهنگا و ضمناً خودم هم چون شاگرد تاج اصفهانی بودم
در تهران کلاس داشتم، کلاس آواز ایرانی اینجا هم داشتم برای مدتی، و من کارم البته موسیقی کلاسیک ایرانی بود، ولی ترانه رو خب عاشقش بودم و دوست داشتم ترانه. اصولا خانم ها آقای موسیقی یک زبان بین المللی دنیایی است، با کوتاه‌ترین حرف دو، ره، می، فا، ثلاثی. شما اینجا هر نوتی رو ما اینجا بنویسیم پخش کنیم بین دنیا، همین رو براتون میزنن. این حسن زبان بین المللی موسیقی است. اما نه موسیقی ایرانی رو، چون به گوش خارجی ها موسیقی ما خارج میاد. بله کاملا کاملا، یه مقدار نه خارج نمیاد، ولی چرا دیگه حالت خارج داره. یا مثلا رپ پرده اصلا تو ایران دیوونه میشن با رپ پرده. خب جزء موسیقیه. بله حتی در خارج چیزام هر موسیقی کلاسیک اینا ممکن رپ پرده داشته باشن اونا. دارن نیم پرده دارن. مثلا آمریکایی گفت کمتر دارن. آوازهای ایرانی بیشتر در ابوعطا، در تور، در چیز اینا بیشتر داره، رو پرده ها، مخصوصا در ابوعطا بیشتر. ماها چی دوست داریم بیشتر؟ یعنی ایرانی چه نوع ردیف و موسیقی رو دوست داره؟ اصفهان از همه راحت تر و بیشتر به گوش میشینه و دوست داره. اصفهان و بیشتر تمام ترانه ها بیشتر در بیات اصفهان. مثلا اگه بخوایم دوستان بگین اصفهان چیه، چطوری توضیح میدید؟ میگه به اصفهان رو که داونگری بهشت ثانی، بیات اصفهانه. آمادن تا دو تا قرمیار همه شروع میکنن به زدن. جالبیه ما ایرانی ها همین هست دیگه. باشه شور چی؟ شور خب اونم اون یه دستگاه اصلی خودشه. چه شورها که من به پا دارارا اینا تو فرق کنه با این باباهامون دوست داشتن اون مثلا دیگه چی؟ موسیقی پاپی که اکثر شما یا بقیه دوستان اجرا میکنن، مثل آهنگ فردا تو میایی یا گول دنیا رو نخور، اینا تو چه فضایی هستن؟ بیشتر در بیات اصفهانه. اینا هم اصفهان هستن و بیشتر آهنگ ها بیشتر اصفهانه. کما اینکه میخوام یه دونه آهنگ آمریکایی رو که نت کینگ کول خونده و بندم ضبط کردم براتون بخونم، که اونم اصولا تو بیات اصفهانه دیگه. Around the World. Around the World. شنیدین Around the World؟ با اجازه خواهش کنم، خوشحال میشم. یه فیلمی بود که دور دنیا در 80 روز که یه دست هنرمندای بسیار مهم بازی می‌کردن. اینا کار ندارم، ما هم تقریبا خیلی جوان بودیم که این فیلمو دیدم. بعد آقای نت کینگ کول نشسته بود پشت پیانو می‌خوند. قرار بود یه عده قرار گذاشتن که در عرض 80 روز دور دنیا بگردن و باز بعد از 80 روز برسن به همونجا. جالب کاری داستانش ندارم. بعد این رو من از همون موقع‌ها از صدای نت کینگ کول که من عاشقش هستم واقعا، نت کول بود اولا اسمش، که بعد همه موزیسین ها و هنرمند ها اسمش رو کینگ هم بهش اضافه کردن. این رو خدمت عرض کنم که اون موقع خونده بود که من در یک نوارم که هست تو سی دی اینم مثلا اجرا کردم Around the World و یک دو تا آهنگ به اصطلاح آمریکایی بخونم براتون. یک دوم Around the world I search for you. I travel on when hope was gone to keep a rendezvous. I know somewhere, sometime, somehow you look at me, that would I see. Their smile, you are smiling now. It might have been in county town, or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more, no more will I go all around the world, for I have found my world in you. It might have been in county town, or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more will I go all around the world, for I have found my world in you.
خیلی ممنون. شما طرفدار نتکین کول بودید یعنی اون دوران طرفدار کی بودید؟ عاشق نتکین کول هستم. هستید. حالا دیگه گفت آنچه میماند صداست. حالا که میگی بودی هستی صدای نتکین کول هست. صد سال دیگه هم خواهد بود. من بفهم اینو کی گفته؟ کی؟ تنها صداست که میماند. یا آدم گفته سن. میگن عارف گفته اینو عارف عارف قزوینی گفته؟ نه نمیدونم. نه عارف خودمون. نه عارف قزوینی نه 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 قدیمیه چون اون موقع تلویزیون نبوده تصویر نبوده برای همین میاد تنها صداست که میمونه برای الان صدا و تصویر میمونه دیگه بله نه موسیقی اصولا در اون زمان که شروع شد به سر ضبط و فلان اینها از اون زمان اینم مد شد که یکی از گفته بود اون که میماند صداست شما خواننده رادیو هم بودید درسته؟ بله خواننده رادیو بودم خواننده تلویزیون ملی ایران و رادیو ایران بودم بودم و تو تلویزیون و تو رادیو موسیقی پاپ اجرا میکردید یا موسیقی ایرانی؟ ترانه های ایرانی که همه موسیقی پاپ باشه پاپ البته در رادیو کمتر ولی بیشتر در تلویزیون بودم من بیشتر مثلا یادم هیچ وقت یادم نمیره من فکر کنم 10 سالم بود 11 سالم بود شما توی کاباره باکارا برنامه داشتید بعد من اومده بودم اونجا و پشت سرتون یه سلاید از یه بچه پخش میشد آهنگ چراغ خونه بوده لابا آره درسته یه بچه همیشه تو سوال من بودش که این بچه آیا نسبتی با شما داره نه یا... باید ببینم اشتباره آخه من وقتی میخونم پشت سرم یه بچه هست من چه میدونم همش نظرم اینه که دوستان عزیز ولی اون موقع بچه نداشتی شما داشتی؟ نه حسن ازدواج نکرده نکرده بودی کودک بابا بودش کودک بابا چراغ خونه بابا کودک بابا بود چراغ خونه بابا یادتون اومد؟ بله بله چراغ خونه بابا چراغ خونه بابا اون زمان این تصویرها پخش میشد بله بله ولی خب منم بچه بودم همیشه کنجکاو نه فضولا کنجکاو ما هیچ کدومون فضول نیستیم ایرانی ها اما ما کنجکاویم واقعا هم هستیم بعدش نات دیدین آمریکایی هم میگن بعد کلا همیشه تو ذهنم بودش که مثلا این نسبت با شما داره یا نداره نه نه خیلی دیگه اینو آقای سعید طبیبی شعرش گفته بود که بعدا که پازیکیرش آهنگ گذاشت که من البته خوندمش بنابرای چراغ خونه بابا عزیز داردونه بابا بله برات میخوام بگم قصه از این دنیای پرقصه یه روز میرسه که بابا تو خونه میشینه تنها اون وقته که تو مستانه میخندی بر من و دنیا خیلی خیلی داستان بسیار قشنگه داستانه خیلی قشنگ همینطوری ترانه نیست که به هم بخوره مثلا سیلا باش یک داستان از اولش تا آخرشه آقای عقیلی همیشه بعضی از دوستان هنرمند ما خب همیشه کارشون هستش که ادای هنرمندای دیگه رو در میارن دیگه بعضی ایمپرسونیتر هستن دیگه ادای هنرمند دیگه در میارن خیلی هم هنریست زمانی که به شما میرسه مثلا قاسم گلی پاشو زیادی باز میکنه این واقعیت داره یعنی شما واقعا همیشه وقتی میستادید اینقدر پاتون رو باز میکردید نه من فکر نمی کنم نه با چرا این همچی کار میکنه دیدی؟ من الان وایستاده بودم پام خیلی باز کرده بودم نه نه اون موقع ها چی؟ نه نه اصلا ممکنه یه خورده یه خورده فکر میکنم آره اونم یه جستیه یه کمی پاس باز کنن آره قبول کن که من تصویر رو از شما از 10 سالگی دارم با کچلوار سفید و پیرن قرمزتون خوب شد امشب ما اومدیم ما ولی اینقدر خوشحال شدم که امشب در کنار شما هستیم مرسی متشکرم و مطمئنن همه این دوستان با شما دنیا خاطره دارن خیلی محبت دارن با آهنگ هایی که شما اجرا کردید با کارهایی که اجرا کردید و امشب هم خوشحال هستیم که اعلام کنیم که آقای عقیلی برامون چند آهنگ اجرا خواهند کرد اگر که آماده هستید Thank you.
ساحل اونجا که دیده دل عشق خدایی داشتم از غم رهایی داشتم دریا همون دریا بود شنها همون شنها بود صبح و غروب ساحل مثل گذشته ها بود اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود به جای تو اونجا بود باشن داغ ساحل نقش تنت رو ساختم نشستم با انگشتم اون ساخت رو پرداختم یه موج سنگین اومد به سر تا پای تو خود پیکرت در هم شکست موج سر کشت رو با دریا همون دریا بود شنها همون شنها بود مثل گذشته ها بود اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود به جای تو اونجا بود سوی موج ساحل اونجا که دو تا دل عشق خدایی داشتم از هم رهایی داشتم دریا همون دریا بود شنها همون شنها بود صد ها غروب ساحل مثل گذشته ها بود اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود به جای تو اونجا بود We'll be right back.
تا رسد فردا، آن لحظه خوبه در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی، تو می آیی. امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من، زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من، با شوق بی حد باغچه‌ام را صفا دادم، امشب تو میشد گل توی گلدون کجا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی، فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی، تو میایی، تو میایی. تنکیو، خیلی ممنون، متشکرم، متشکرم، مرسی، قربان شما. اینم بگم و بریم، خیلی ممنون. امسال 57 سالی است که من روی صحنه دارم برای شما برنامه. قربان شما برم، مرسی. اینا یه دونه چیز بگم دارم. یارو خانمه به آقای گفت انگلیسی، Can you describe me? Can you? They go, oh yes, 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 I can. You are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Go, wow, what does it mean? Go, A, you are adorable. B, you are beautiful. C, you are cute. D, oh, you are darling. E, you are elegant. F, go, you are fabulous. G, go, oh, you are gorgeous. H, go, you are hot. And the gay china go, well, how about I, J, K? Go, I just kidding. خوشحالم که یک شب دیگه با هم دیگه هستیم و نشستید. اولا چقدر این کلمات شما به این بالش‌های ما بله بله هماهنگ کردید، بال من تا به این میکروفون ببینم جورابم نه دیگه نری جای دیگه نری همینا قبوله بله قبول. چقدر میاد قبولت دارم بسیار. بعد یه خبر ناگوار شنیدم، ناراحت شدم برای شما و ان شاءالله که شما همیشه سلامت باشی. شنیدم که یکی از کسانی که از نوجوانی دنبال می‌کردید و بهش علاقه زیادی داشتید، آقای هیو هفنر، از دنیا رفتند. خدا رحمتشون کنه. چیه ایشون؟ همون مجله که خرگوش داشت شما از بچگی ورق می‌زدی.
مطالبشو میخوندی؟ مطالبشو میخوندم. مطالبشو میخوندی؟ عکساشو با هم میدیدی؟ اتفاقا صحبت سر همین بود. صحبت این بودش که اگر کسی بخواد الان رب دو شاماش مونده، فکر کنم بهترین آدمی که بتونی رب دو شام منترش کنه کیه؟ من که به من نمیخوره قربانت، سایز خوده. خب مهم اینه که شما فقط بپوش در بیا. ولی مطلبی خوندم خیلی جالب بود، گفتن گیت کیپر چی میشه به فارسی؟ یعنی کلیددار. کلیددار در بهشت رفت. بله بله، خیلی جالبه ها. خب آخه اینا که همه چیزایی که اون دنیا به ما قولشو دادن، ایشون این دنیا گرفت. بله بله. ولی خب ایشون شخصیتی بود در آمریکا بسیار بسیار اخباری بود و برای خانم ها از گفته ایشون خانم ها رو خیلی ارزش قائل بود و خانم ها رو می آورد روی مجله. حالا یه سری اینجوری دیگه تعبیر میکنه، آقا چرا به من کار داری؟ نه اخلاقتون رو. ولی ایشون یک صحبتی میکرد و میگفت شما هیچ وقت با آرزوی دیگری زندگی نکنید، با آرزوی خودتون زندگی کنید. بله. خیلی جالبه. بله بله. یعنی به شما همین کاری کردید. آقا ما یه چیزی گفتیم، آرزو دخترتون رو دارم میگم. آرزو بله جگر من، هر کسی با آرزوی خودش و آرزو دخترتون بله. آرزو زندگی میکردید و خیلی خوب بوده، بسیارم دوستش دارم. و در ضمن خوشحال شدم که آقای عقیلی، هوشمند عقیلی، قصه مورد علاقه شون میرزا قاسمیه. ایشون پشت استیج داشتن میگفتن، بعد داشتن میگفتن، گفتیم چی توشه؟ بله. گفتن داشتن تعریف می‌کردن. خیلی دوست داشتن. تو میرزا قاسمی چی هست؟ خیلی دوست داشتن. و نسبت به فامیل من هم میتونه یه شباهتی داشته باشه. میرزا قاسمی. شما به نظر شما بندم خوردنی هستن؟ شما چیه؟ خانم آقایان شما جواب بدید. شما با دست زدن. نه خانم آقایان کار ندارم. دیدم شما از اونجا داشتی کر می‌ریدی. یاد ثمر افتادم که انگشتشو داشتم تو میسابم. میسایید. خب اگر آماده هستید بریم سراغ مهمان این قسمت از برنامه. مهمان این قسمت از برنامه دوست عزیز، هنرمند دوست داشتنی و یک هنرمند نمونه است. یک نام و یک صد صدا، کسی نیست جز مایکل. خوب هستین؟ خوب هستین مایکل جان؟ فداشون. اول از همه اینکه امروز لباسانی با ما همه پشت صحنه یه کاری کرد که گفت بگو آقا جان چیکار باید بکنه مایکل با دستش و انگشتش و دهنش. ما هر دفعه میگه میگه بعد سر ما میاری اینا. نه نه نه. این دفعه یه چیزی کردین تو دهنم، انقدر دهنم گشت. دارم ازش. سه هفته طول کشید تا لپام رفت سر جاش. هر رایی چی صحبت میکرد. هر رایی چی قشنگ ترینش پشمک لواسانی بود. لواسانی از پشمک بود. خیلی خوشحالم که دفعه دوم بود. فکرم اولین باشم که دفعه دوم بود. بله بله بله. ولی مایکل جان یه مطلبی میخوندم، حالا عکسشو بعدا نشون میدن. میگفت کسانی که شما میتونین انجام بدین، میگفت کسانی که انگشتشون رو میذارن رو بیلی فشار نمیدن و ته ببینه اول میشه بله. دستو میذارن روی چونه، اگر لبشون به صورت عادی بخوره به انگشتشون، یعنی در شما الان نیمرو شما به طرف من بشو، شما به طرف من، یعنی در اجتماع انسان‌های زیبایی هستن. ببینم بهتون شما بله بخورم بخور. نه داره لباش میچ جوری کرد. نه من کاری نکردم. یعنی خانم فیسبوکی همه زیبان زیبا، آخه همه اینجوری هم اونا انگشت نزده. حالا شما میخواید یه بار ترای کنید شبیه سفیده ایده شد؟ من زیبام یا نه؟ نه خانم آقای من زیبام یا نه؟ بله بله
اصلا لازم نیست انگوش بکنه هممون قراره شما انجام بدید خانم آقای شما در منازل خودتون انجام بدید ببینید در خب حالا این انگوش من کجب ماجرا چیه نه اینطوریه اینطوری میذاری اینو میذاری نه تش میخ آها آه این تش بعد میخوره بدن بخوره به چونه بله خب انگوش که کوتا سرش کجا بعد سرش رو میذارن جناب سرش بله بله میخوره نه مال باکر درست میخوره مرسی مرسی تو رو خدا پا نشین راحت باشین بذار آقای امیر قاسمی هم بذارم امیر قاسمی نه بذار آقای امیر قاسمی خورد نه اینجوری میکنه آقای امیر قاسمی اینجوری بکر خورد دیگه به افتخار علیرضا امیر قاسمی بله من فکر میکنم این هم خودش درست کرده هگه رفته تو خونه امتحان کرده اون همه میشکردن تو زشتی بابا مال همه میخوره این گذاشته نه نمیخوره آقا یعنی بعد چونتون با ستون فقراتتون یکی باشه دست نخوره بهش نه میخوره باور کن ما رو یه دل میخوره جدی میگی؟ ترای کنید شما الان ترای کنید حالا اونا که چونشون جلوه یعنی زیبان اینجوری اونا که چونشون جلوه روز بارونی نمیان بیرون زبون نمیخوره بارون میره تو دهن زبون نمیخوره باس بگی بعضی چونشون جلوه حالا که چونشون جلوه که زیبان نیست که بابا نه اون که خب نمیخوره اگه چونه بالا باشه چرا میخوره اینو ببین راست میگه میخوره نه اینم امروز سر کاری بود ما که تولدته بری میری سفر چی راست آها آها راست میگه چی راست تولدم الان نه بابا 29 نوامبر داریم میریم پورتو وایارتا خب همین حاضر باش دعوت کرده پورتو وایارتا تو چش من جا داری جون من راست میگی خدا پولشو بدیم بیان اصلا اخراج کنیم ببین رو چشت ما دوتا جا بشیم که دیگه خیلی سخت میشه اون که بشینه ترکیده کنده هم مسئله میگن شما فیزیکالش نکن آخه رو مسئله مراقشم بله بله ببین 29 هم ما میریم پورتو وایارتا یکی از بهترین هتل های پورتو وایارتا هست بگم 5 ستاره دروغ گفتم 4.5 ولی به خاطر اون نیم شاید بعضی ها نیان چه هتلیه؟ 29C ریو پالاس 29/30/31 تولد منه دسامبر 1 براوو چند ساله میشم 53 اشتباه کردم نمیاد اشتباه کردم 52 البته 52 سالم ها بعضی 52 مثلا یه مایلج با چرخوندن و ریبیلد شدن انجینشون عوض شده خدا رو شکر خلاصه اینه داریم میریم پورتو وایارتا میای جدی به خدا خوش میگذره تولد من همیشه خوش میگذره الان اینطور که گفتی خودم قراره بخونم بذار اول لواسدی بشینه بعد لواسدی نشسته دیگه نه با چی میشه با کشتیه من نگفتم تخمه چشم گفتم رو چشم با کشتیه نه با هواپیما میریم لند دیگه کروز نیست کروز نیست با هواپیما میریم پورتو وایارتا 4 روز اونجا این برمیگردیم تولد مایکل هر کی میاد آل اینکلوسیوه پولش آل اینکلوسیو کامرشال تراول میبره آل اینکلوسیوه صدای آشنایی از اون دور اومد یکی از این برای بچه های کامرشال ترابل امشب اینجا است اسمش الی خانومه الی خانومه آره یه موقع هم اومده زن ما شده بسیکلی خانوم ما لاکی من دفعه آخر که شما با هم دیگه رفته بودید سفر ازش تقاضا ازدواج کردی این میتونه اتفاق بیفته که بذاریش اونجا برگرد نه هنوز اونجا نرسیده ولی اینجوری ادامه فکر من نیست اینجوری ادامه بده هیچ وقت اون روز نمیرسه حالا خدا بزرگ دیگه خونه کی غذا درست میکنه خونه چی کی غذا درست میکنه هر کی بلد باشه جدا اونجوریه کی بلده من بلد تو بلد نیستی اصلا تو کباب بلدی بلدم با کباب کباب نیمروز صبح همه چی پای من هر وقت اومدیم بیاد آره ان شاء الله غذا درست میکنه ندیدم تا حالا خانومی اینجوری غذا درست کنه باری شالله البته زیاد خونه مردم نمیریم خوب گفتی زیاد من مهمونی هم دعوت میکنم نمیریم مایکل جان صبح شما ساعت چنده؟ صبح من؟ 12 دروغ نگم 11:30 زود پاشم 11:30 صبحانه رو ساعت 12 میخوری آره
چرا؟ هنرمندا دیگه واقعا فرمودید صبح امین جان شما صبحتون چه ساعتیه؟ من 6 و نیم. به خدا دروغ میگی؟ جدی میگی 6 و نیم میری دست شیر؟ به خدا دروغ میگی. بذار مثلا اینو بگم. یه چیز واسه تو بگم اینا. الان خانم رواسان اینجا نشسته. اینو خوب گوش کنید. کجا نشسته ما؟ آها اول اونجا. هلو. حمید رواسانی ساعت 11 11 و نیم از خواب بلند میشه. خدا رو میگم. حالا اینو گوش کن. چرا خدا رو اصلا میخوری؟ من یه داستان جالب واسه تو میگم. ما صدای همدیگه رو انقدر با همدیگه بودیم. امروز داشتم به یه دوستان میگفتم. گفتم من نصف دنیا رو ما دوتا با همدیگه گشتیم. واقعا یعنی نصف دنیا تو رو دیدن؟ واقعا ما دو نفر با هم دیگه گشتیم. من رو قرصم نصف آدم های دنیا اینو دیدن سعی کردیم نبیدن ولی واقعیت هر جا با هم دیگه خیلی رفتیم. بعد زمانی که با هم یه تلفنی صحبت میکنیم باور نمیکنی. قشنگ من میفهمم که الان مثلا حمید خواب بوده بیدار شده. همین پریشب با یه زنگ زدم دیدم صداش صدای نرمال نیستش. اونو خواب بودی؟ نه بیدار بودم. خودم نه صدات یه جوریه چیکار میکردی؟ یه کاری میکردی؟ نه نه حالا خوبه. خب چه ساعتی زنگ زدی؟ تا چند بود؟ ده به بعد بود. خونه بودم آقا. خب حتما یه کاری آقا چرا چی میگی تو؟ خونه بودم. بعد اینجوری وای نساده بودی که یه کاری داشت. خانم خواب بود منم خونه بودم. خب خانمم خواب باشه تو باز یه کاری میتونی بکنی. من آخه نه اینجوری زرف بشوری. میتونی چایی بریزی بکنی. حالا امروز من زنگ زدم ساعت 1. مجله مطالعه میکنه. مجله مطالعه میکنه. خدا بیامرزتش. آه خدا بیامرزتش. رفیق بود نزدیک بودی باش. خدا بیا مرزده من میخواستم این تسلیت میستم نمیدونستم که بینمیستم خدا رحمتش کنم ولی من اینو بگم امروز به من سنگ زد یکی بعد از ظهر گوشی رو برداشتم گفت داری حاضر میشی؟ آره چی کفایه چیه؟ تازه بلند شد کنم نه از 8 نیم صبح بیدارم ولی ایشون دیر بلند میشه از خواب باور کن دیر بلند میشه من کلن 6 و نیم پا میشم منم همین هر روز 6 و نیم پا میشم میرم دستشوی میام دوباره میخوابم همینه بزن قدش آقا همینه دیگه ما 6 و نیم پا میشم از این کار بیدارمون میکنم مایکل این ادای هنرمندا یا حالا هر چیزی ادا نیست اسمش چیه این کار؟ یه بار دیگه بگو که دوستان همانند خانی بالاخره یه اسمی واسهش پیدا کردی آقای فیروزکار برای من پیدا کرد راست بگی همانند خانی باری کلا تقلید کلن چیز قشنگ نیست آره تقلید صداست دیگه آره ولی همانند خانی این همانند خانی که هست برای تو سخته این کسی که تو خواستی اجرا کنی کی بوده یا اصلا نمیتونی اجراش کنی سخت نبوده یا میتونم یا نمیتونم خب نمیتونی خیلی اصلا نمیتونم مثلا مارتیک مرتضا مهستی همه اما رو دارم میگم نه بعضی صدا هست مثلا کرکترش به تون صدام نمیخونه نمیتونم ولی وقتی گرفتم دیگه خب صدا هست که سخت در آوردنش مثلا صدای خشدار سخته مثلا براین ادامز To really love a woman To understand her, you gotta know her deep inside. Yeah. چاوشی هم همون حالت دیگه. چاوشی هم تقریبا بله. ولی تو چاوشی رو توی کنسرت کودک خوندی. امشب هم میخونم. امشب هم میخونی. All right. مرسی. ولی خب سعی میکنم تو کنسرتام ببخشی وسط کلامش. سعی میکنم تو کنسرتام زیاد این صدای خشدار رو نخونم چون به صدای خوب که میرسم صدام خراب میشه. همه جا میخوای سوال تو رو ازش بپرسم که همه دوست دارم بدونم؟ نه 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 نه. چون همیشه حمید یه سوال میکنه که همم دوست دارم بدونم. نه. از حکی شما وقتی آره. میخونی کجا درد میگیره؟ نه. چه؟ من همیشه از این حرفا میبزنم. ایشون میخواست بگیره کجا فشار میاد. به موتور سواره همینه میگه. ببین صدا از دیافرام در میاد یا از حنجره در میاد؟ با هوا. خب. تار صوتی خب مثل امپلیفایره خب اول به کجا فشار اگه... میاد که میاد از اینجا باور کنید دارم درست سوال میکنم به درست خدا قسم دارم درست سوال از اینجا شما میکشی بیرون مثلا چاوشی رو میخوای بخونی از اینجا میاد هر چی بخوای بخونی یا از اینجا میاد از اینجا باید نفس بکشی
اگه از اینجا هوا رو ندادی، بله اگه هوا رو از اینجا ندادی صدات قطع میشه، اصلا نمیتونی بخونی. به طرف بالا باید بیاد دیگه. نه به طرف پایین میشه. مسلمان همین هر وقت خواسته بخونه یه جور دیگه شده. آره مال شما از اون بره. نه تمرین کردی بخونی نشده. یکی دوبار آقای امیر اینجاست که اومدم میگم خواستی بخونی. آره ولی از دیافرام زیاد فشار نباید بیاد. نباید بیاد. آره از اینجا باید بیاد. دیافرام. اینو باید استفاده کنی، وگرنه اگه اینو فقط استفاده بکنی 5 تا آهنگ بخونی یا یه شب بخونی فردا دیگه صدا نداری برای 4 روز. ما که تو پیش میذارم پیش وایس کوچ رفتی معلم صدا رفتی. هنوزم دارم. هنوزم داری. یه مسئله یه. چاقی چقدر کمک میکنه به صدا؟ چاقی؟ خب چاق آدمای چاق سینه شون بزرگتره. حمید با توه. خب آها برای ایشون نه 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 کلا ولی پروبش بکنی مدرسه بگیری. شما گفتی سینه یا دیافرام یا شکم؟ نه سینه وقتی بزرگ ریه هات بزرگتره دیگه. آها. حجم چیز ولی هوا از پایین میاد. ریه هات مثلا حجم چیز حجم ریه هات بزرگه، نفس بیشتر میتونی بگیری واسه همین بیشتر میتونی صدا رو نگه داری. پس ورزش یکی از بهترین چیزه برای خواننده ها. چون ریه هاشون باز میشه اکسیژن بتونی از سایز هم مثل که اهمیت داره دیگه. آره دیگه مثلا تنور خونا کسی که تنور میخونن بیشتر اگه گیره باشی هیکلا بزرگه که تو کلفتن دیگه. آره هیکلا بزرگ راحت‌تر میتونن بخونن. آره اون هست پاوراتی دیگه. پاوراتی حتی آدم های کوچولو هم هستن اون صدای گنده ازشون در میاد. بله شارو نه به خدا آدم های کوچولو ریز هستن که صدای قوی دارن. مثلا ایبی که سینه هاش بزرگ نیست. من نگفتی من نه سینه هاش نه سینه هاش نه سینه هاش فکر کنم من گفتی. من اصلا با شما که میگم بله بله ولی شما کاندیدای خوبی هست. شما به سیب دست زدی؟ خیر دست به سیب بازی؟ من ولی من دست زدم میتونم باشه بازی کنم. اول اومدم دست زدم. من داشتم با مایکل جون پشت صحنه صحبت میکردیم. این امریکا گات تالنت این دفعه دومه که کسانی که پاپتیر هستن که با عروسک کار میکنن میبرن. و از مایکل جون پرسیدم این داستان چیه؟ سخت‌ترین کاریه که میتونی انجام بدی با حنجرت و با دهنت و با لبت و با زبونت. چون بعضی از خواننده‌ها هستن که دهنشون رو باز میکنن هم نمیتونن بخونن. داریم ما خیلی داریم که دهنشون رو قابل حرکته نمیتونن بخونن. این مثلا این آخریه که بردین دختره که میخوند با دهن بسته میخوند. شما فکر کن مثلا یه ایرونی بخواد این کارو بکنه من دلم ماری رو میخواد و بخونه کلمه میم بعد لبات بخوره به هم. من دلم ماری رو میخواد ماری منو نمیخواد چه البته اونا یه کلامی رو زیاد استفاده میکنن که میم توش نباشه ام چون خیلی سخت خنده با هم نگاه میکنی میخواد شما چه حسودی میکنی بی خود میخند آخه میم سخته میم خیلی سخته خواسته می بگو میم؟ میم؟ خوبه خوبه امشب قراره که مایکل عزیز برامون برنامه اجرا کنه ما همچون قراری نداشتیم من ازش نه من خیلی توی ریهرسال که داشت انجام میداد نشسته بودم اینجا حالا خودتون نگاه میکنید و میبینید یه کاری داره میکنه برای اولین بار است که داره هر دو تا صدا رو خودش انجام میده و واسه خود من جالب بود بار خودم چقدر جالب بود اولین بار بود این کار هی خوندم دم نه میاد همینجور میاد نگاه کردم به علیرضا گفت خیلی خوبه خودت بخون گفتم خود دارم میخونم خیلی جالب امشب تمرینی براتون اجرا میکنیم زیاد جدی نگیرین البته من این کاره نیستم ولی خوب آره دیدم شعرش درست بلد نبودی اون قسمت رو فقط نمیخوام بگم من چی بودش ولی اون شعر داره حس کردی من شعر اونها بخونه اون قسمت اون باید شعرم باید اون شعر نداره فقط چرا چنتینگ دیگه چنتینگ میکنه طرف آره چنتینگ من بلد نبودم نه ولی خوبه خیلی خوب بود خیلی خوب بودش انشالله من مرسی که امشب با ما بودی
مرسی که دعوت کردید دوباره. بسیار میدونم هنرمنداتون تموم شدن دیگه ندارید. خوردین به پی سی. چون اونقدر هنرمند نداریم هر پنجشنبه 4-5 تا اینجا ردی بیاد. هفته آینده منصور اینجاست. کی؟ که منصور بالاخره از سفر برمیگرده. هفته بعدش نبود تا نه. هفته بعد هنگامه است. دو سه تایی که نبودن میان دیگه. بقیه هی باید تکرارشون بکنیم. خوبه. چرا نه؟ کوچلوارشون رو عوض کنیم. الان دیدم مال تو پیرن صورتی کردی. کته همونه؟ نه خیر. نه. دوست داری کتمو؟ آره ازش یه دار میادش یه دونه از همینا ما چیز به پرده داشتیم ایران. آره. جاست کره. مبل ما مبل داشتیم. تو کار نداری من برم؟ لوکی گود حوصله سر نداری بابا. خیلی خوشحال شدم. خوشحال شدم دیدمت. خیلی خوشحال شدم. من دوباره برگردم؟ حتماً برگردم؟ بله حتماً. افتخار مایکل. از برنامه ما کسی نیست جز یک دختر خانم نازنین که از شمال کالیفرنیا اومده اینجا با یک پروژه بسیار زیبا و قشنگ برای همه بچه‌ها در هر سنی فکر کنم حالا بیشتر خودش براتون توضیح میده. نوبت برسه به سحر شمس. خوب هستی؟ عالی یه سوال اول از برنامه ازت بکنم چی میخوری به ما هم بده؟ اون یه چیز خیلی مخفی اصلا نمیتونم لو بدم. ماشاءالله اینقدر انرژی داره که دوستان من اومده بودن گفتن این خانومه کیه اینجا خودم چی شده؟ گفت همه را دور خودش جمع کرده همینطور داره صحبت میکنه. من فکر کنم آقای ابراهیم نبوی اصلا دیگه ساکت شده بود همینطور تو داشتی حرف میزدی فقط. اون پشت مایکل رو گرفته بودم داشتم داستان میچکارش تعریف میکردم. بعد هم گفتن چی داری میگی؟ گفتم داستان برای بچه های 6 ساله است. آره بعد بگم چی شد. بعد آقای مایکل اینجوری بودن. بعد هم گفتم دوست داریم بقیهش هم بگم. بعد بچه اینجوری بودن. بعد بفرمایید بگید. حالا فکر کنم من زوری نیم ساعت داستان کودکان براشون تعریف کردم. حالا فکر کنم از در پشتی فرار میکنن برنامه تموم بشه. من آقای مایکل اجازه بدیم بقیه داستانا رو براتون بگم. تموم نشده. بذارین یه داستان دیگه براتون تعریف کنم. بعد آقای مایکل رو تو خیابون میدوی جیغ میزنه. وای. چه ساعتی رسیدی لس آنجلس؟ یه نیم ساعت قبل از که برسم اینجا. خیلی سریع. کجا لباس عوض کردی؟ خونه خواهر یکی از بچه‌ها. خب خیلی خوبه. امشب چند تا مهمون داره سحر. بعد گفتم که سحر جان لیستت باید بدی که بذارم. خب من فامیل دوستامو نمیدونم چیه. بعد جالب بودش. من معمولاً خب این موقعیتی میشه که تو فامیل دوستات باهاشون آشنا بشی. با فامیلاشون آشنا شدی با فامیلاشون؟ من حافظم مثل ماهی قرمز میمونه. برای همین آره من مثلا حتی هر چند وقت نیمو نیمو خیلی بدتر از نیمو خیلی بدتر راستش. اینم بین همه کلا معروف نیمو نبود یادش میرفت. دوری بود حافظم خوب شد. خوب شد باریکلا دوری بود. من انیمیشن ها رو با دقت نگاه میکنی. میشه توضیح بدی در رابطه با این کارت؟ میچکا. خب اولم اسم از کجا اومده میچکا؟ میچکا به شمالی یعنی گنجشک. من یه دونه گنجشک کوچولو داشتم بچه بودم. بالش شکسته بود. من ازش مراقبت میکردم. بعد پاش خوب شد؟ بعد نه مرد. مرد؟
آره نباید الان بخندم ولی بخوام اینجوری که شما واکنش نشون دادید مرد نه هنوز دارمش تو جیبم آوردم ولی چیزه خب عمر گنجشکا چقدره؟ یه سال بود بنده خدا بعد فکر کنم اینقدر براش حرف زدم بیچاره فوت کرد ولی میچکا مایکل هم ماهی سیاه بود اول برنامه آره بکنم مایکل هم یه جایی اونجا داره هر جمعینا ولی لواسانی رو باش آشنا شدی؟ لواسانی؟ نه کیه؟ اونم همینطور بی خودی میخنده با گیر داره بله رفتم اونجا رد میشدم این مرض خنده افتاد به من دیگه آره بله نه عشق خنده بهش بگیم حمید لامینیت به خاطر اینکه میخنده؟ همش تندونش مردمه میخوایم دندونامون نشون بدیم خب بگو میچکا خیلی احساسی که میچکا داشتم احساس مادرانه بود چون ازش مراقبت میکردم واسه همین اولین چیزی که به ذهنم اومد وقتی داشتم داستان میچکا رو مینوشتم اولین چیزی که تو ذهنم اومد اگه یه بچه‌ای داشته باشم که واقعا دوستش داشته باشم و دلم بخواد این حرفا رو بدونه که اونجوری که من زندگی کردم زندگی نکنه چی صداش میکنم؟ بعد واقعا اولین چیزی که تو ذهنم باید گفتم بهش میگم میچکا این شد که اسمش میچکا شد سپاری شهلا خیلی خوب بودم یه دفعه از اون چیزی همچین آرامش دستی به ما شد خب آخه بستگی به موضوعی دیگه داره که حرف میزنیم میدونیم بعضی یعنی آدم میگه میخنده ولی بعضی چیزا انقدر برای من معنیش عمیقه که احساس من اینطوریه که احساس میکنم با جونم وصل اون قضیه بر همین اون لحظه اصلا احساس میکنم انرژی که اصلا تو وجود من هست اصلا متفاوت میشه وقتی احساس میکنم که من دارم این کارو میکنم یا اینو میخوام راجبش حرف بزنم دقیقا احساس میکنم که اون لحظه های یه چیز متفاوتی تو واقعا تو وجودم میان چند ساله سه سال؟ 27 سالم 27 سال تو چند سال آمریکایی؟ 3 ساله 3 سال قبلش کجا بودی؟ ایران آه از ایران اومدی صاف آمریکا بله هیچ جا دیگه نرفتم من با هر کی حرف میزدم همه اینجوری بودم من اول فرانسه بودم بعد کانادا بودم بعد اینجا بودم بعد منم لس آنجلس بعد من اینجوری هم من قزوین بودم کرج بودم قم بودم بعدم سان فرانسیسکو همینجوری هم. بچه کجایی؟ من مام بابام اصفهانی هم اصفهانی؟ بله خوبی کردن؟ اشتباه منو تهران به دنیا آورده و تو تهران زندگی میکردی؟ بله ولی خونم اصفهانیه کجای تهران بودی؟ قیطریه خب مطمئنن دیگه همه اینا که اینجا میبینی؟ همه قیطریه بودی؟ اصلا ببین کم نه ما الان دیگه از پایین تر از پیچ شمرون نداریم ایرانی چرا من مال دروازه قارم الکی گفته بودم نه اصلا نمیشه اینا حرف بزنه یه زمانی مثلا 25 سال پیش 25 سال پیش مثلا جردن مد بود بعد الان دیگه یه خود اومد بالاتر همینطوره بالاتر الان دیگه از پیچ شده مثلا من قله تو چاله خیلی الان رزرو کردن از قله رو دیگه اونجا تا بیفتی پشتش آره مثلا لواسانی میبینی انقدر جس میون لواسانی هم من لواسان بابا لواسان لواسان دهات بوده حالا دهات بالایی بوده حالا باور کن اصلا صمد درست بغلش اون ته علی آباد بغل لواسون بوده الان طوری جستش میاد خب آره دیگه الان طوری جستش میاد که اصلا میام هر مال لواسون منم مال ده به اون قشنگی بودم جست میدم الان برات آره می قبول دارم این حرفا بله خب میچکا آره میچکا آه، یه خبر خوب که میخوام بگم اول بگو میچکا کی هست اصلا گفتم برادر من چه کاراکترش چیه جریانش چیه؟ قیافش چیه؟ قیافه یه حشره است. میشکا رو ما حشره انتخاب کردیم به خاطر اینکه می‌خواستیم راجع به جنسیتش صحبت نکنیم. دلیلش هم اینه که اپلیکیشن میشکا برای آگاهی دادن به بچه‌هاست در مورد آزار جنسی. چیزی که برای ما خیلی مهم بود اینکه نگن که این برای دختراست یا برای پسراست. می‌خواستیم این باشه که این برای هر جنسیتی، هر کسی می‌تونه اتفاق بیفته. دومین دلیلی که ما حشره انتخاب کردیم اینه که قسمت خصوصی این حشره بالشه.
هیچ حشره‌ای حق نداره به بال حشره دیگه دست بزنه. اینجا افسردگی میچکا از این شروع میشه که یک کرم بدجنس به اسم آقای کوپون به بال میچکا دست میزنه. بنابراین ما چیزی که برای من خیلی مهم بود، کتاب های آموزشی دیگر رو ببینی، اینا که برای مثلا کمک به آزار جنسی بدتری سودی بود که در یک سال اخیر داده بودن، نه هیچ کتابی در مورد کمک به آزار جنسی نیست، برای پیشگیری از آزار جنسی یکیش بود، هندی بود. قشنگ من اینو میدم قشنگ کپ کرده بودم، اینجوری بودم مثلا عمو اومد توی اتاق بعد سر جیغ، من اینجوری بودم. این برای بچه ها قشنگ گفتم اینو بچه اگر... هندی بود یه آموزشی هندیه. آموزشی دیدیم کارما سوترا بود. آه نه به چیش به فارسی ترجمه شده بود. توی یوتیوب بزنی میبینیم واقعا چیز وحشتناکی بود. کیا میدونن چیه؟ من اینو به بچه فرضی من نشون نمیدادم همچین چیزیو. گفتم من دلم میخواد وقتی با بچه ها راجع به این قضیه حرف میزنیم به جای اینکه بترسن ببینن که بازم دنیا یه جای قشنگه. اگر این اتفاق افتاد یا یه موضوع اینجوری پیش اومد چطوری میتونن مراقب گل دلشون باشن، مراقب احساسشون باشن، چطوری میتونن با پدر مادرشون حرف بزنن. چه زبونیه میچکا؟ میچکا الان به زبون فارسیه ولی الان زبون انگلیسیشو داریم کار میکنیم و یه افراد خیلی اپل بله من تلفنم آوردم رو صحنه. همین الان میخوام همین الان میچکا رو دانلودش کنم. آیفون دارین یا؟ آیفون دارم. خب بله میتونم؟ نه نمیتونی. چرا؟ همین مرض دارم. نه ببین نمیشه؟ شوخی کردم. چرا میشه؟ چیه اپل؟ چیه میچکا؟ MICHKA. به درد منم میخوره؟ نه به درد شما نمیخوره. آه میچکا اومد. فقط بده چی بود؟ آها فقط اینه، بده اینه، بله یکی این که برای نسخه ویندوز و برای نسخه اندروید هم داریمش و توی سایت شمس استودیو که برین لینک مستقیمش هست که از اونجا میتونین دانلودش کنین. و زبان فارسیه؟ بله به زبان فارسی. برای ایران داخل کشور این آزاد هست؟ باز هست؟ بله باز هست. بله یونایتد فور ایران به ما کمک کردن که این اپو منتشر کنی. خیلی فکر خوبیه. حالا خب این برنامه طنز خودش رو داره ولی خیلی فکر خوبیه. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از بچه‌ها واقعا با این مسائل آشنا نمیشن. در آمریکا ما این حسن رو داریم، زمانی که شما دبیرستان میرید کلاس های سکس ایژوکیشن هست که به شما این مسائل رو یاد میده. در از کلاس یه بار کلاس هفتم به شما این رو یاد میده، یه بار من خودم کلاس دهم این رو تو آمریکا خوندم و داشتم. تو ایران ما نداریم این مسئله و همیشه این مسئله آزار جنسی برای کودکان یه حالت هاش و همیشه یه سرپوش گذاشتن. چقدر خوبه این کاری که تو کردی. غیر از این مسئله خیلی مسائل دیگه هم هست که راجبش صحبت نمیشه و متاسفانه قضیه که اینجا وجود داره اینه که حتی توی سیلیکون ولی موضوعاتی که من میخوام روشون کار کنم موضوعاتیه که به قول معروف خیلی مانی میکر نیست. مثلا جز چیزایی که من پولساز نیست. آره میدونین چه چیزی مثلا پروژه‌ای که خیلی دلم میخواد میچکای سوم باشه، چون میچکای دومو آردی شروع کردم، موضوعشم الان نمیگم ولی به مایکل بگو. ولی آره مایکل بیا میخوام برای داستان تعریف کنم. الان مایکل میدونه میبینه یکی داره جیغ میزنه اون پشت حرکت میکنه. بعد ولی یک چیزی که من خیلی دارم میخواد کار کنم، من مدت بیمارستان مفید میرفتم به بچهای سرطانی نقاشی درس میدادم. واقعا هیچ کسی نمیدونه چطوری با این بچه ها حرف بزنه. یعنی کاری که میکنن اینه که واکنشی نشون نمیدن. مثلا بچه از شیمی درمانی اومده مثلا گریه داره میکنه، پرستار اینجوری میکنه درد نداره خوبی من اینجوری هم ناراحته و من یه جورایی فهم میکنم باید یه وسیله باشه که راجع به موضوعات سخت بتونیم با بچه ها حرف بزنیم. مثلا موضوع آزار جنسی تو میچکا چیز دیگه که ما راجع بهش حرف زدیم اینه که اگر این اتفاق برای تو افتاده حالا چی؟ اگر این اتفاق افتاده حالا چی؟ چون ما همیشه اینو میگیم که مواظب باش ابو دست بالت نزنه، ولی خب اگه زد چی؟ حالا چی؟ و اون قسمت خیلی مهمیه. در واقع من میتونم بگم که قسمت ناراحت ببخشید برنامه تانزالون یکم داره غمگین میشه، ولی قسمتی که این اتفاق میفته یه درده، قسمت سالهایی که تو راجبش حرف نمیزنی اون خودش یک داستان دیگه است و من میخوام
موضوعاتی رو من راجبش کار کنم که پدر مادرها و بقیه یاد نگرفتن با بچه ها حرف بزنن. و الان یه خبر خوش دارم که احتمالاً اپای بعدیمون خیلی خیلی جالبترم میشه، به خاطر اینکه من با چند نفر آدمی که خیلی آدمای با استعدادی بودن تو سیلیکون ولی رفتم صحبت کردم برای اینکه به تیممون اضافه بشن که بهمون کمک کنن. جزو اونا آنتونی کریستوف و دخترش که نمیدونم کیا میشناسه آنتونی کریستوف، کارگردان پیکساره برای فایندینگ نمو و اینکردیبلز کارگردان اوناست. و وقتی بهشون گفتم که من میخوام اپلیکیشن های درست کنم که اینطوری با بچه ها ارتباط برقرار کنن، هم خودشون هم دخترشون الان به تیممون اضافه شدن که روزای شنبه و یه شنبه بریم پیکسار دقیقا رو سری داستانه میشکا کار کنیم. بنابراین هرچی که تا الان بوده خیلی 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 بهترم میشه. هیچ کسی از کسایی که در ایران هست، در آمریکا هستن، هیچ کدوم رو هیچ وقت رفتی سراغشون به زبان خود آمریکایی ها اپروچشون کردی؟ و دوستانی که به هر صورت اینجا بنیادهای مختلفی هستن که من اولین جایی که پیچ کردم یونایتد فور ایران بود. والا قبل از اینکه برم میگفتن خیلی وحشتناکه کمکت کنم، بعد من گفتم باشه، بعد قشنگ آماده بودم که مثلا برم 5000 جا پیچ کنم. بعد اینجوری رفتم گفتم من خودم رو آماده میکنم که 1000 جای اول منو قبول نکنم، مثلا از این کتابای موفقیت خونده بودم. بعد اینجوری رفتم گفتم این ایده منه، من میخوام این کارو کنم. بعد گفتم باشه مثلا بیا قرارداد. من اینجوری واقعا مطمئنی نرم دوباره بیام؟ هیچ وقت رفتی مثلا پیش این بنیادهایی که کارهای بزرگ دارن انجام میدن، مثلا مجسمه درست میکنن میذارن وسط خیابون، نمیدونم تاکسی دو میبوشن، کوچه رو میبوشن، میرن مهمونی میگیرن، همه لباسای هم دیگه رو جوارا رو به هم دیگه نشون میدن. هیچ وقت سراغ اونا رفتی بگی کمک میخوام برای اینکه آزار جنسی در ایران داره اینجوری برای بچه‌ها اتفاق میفته؟ نه نرفتی؟ نه. فکر کنی بری پیششون بهت کمک نمی کنن؟ من بذاری من یه نکته رو بگم. من خیلی دوست دارم که شرکت من انقدر لحاظ مالی موفق بشه که وقتی میخوام یه اپلیکیشنی رو به زبون فارسی بسازم لازم نباشه جایی برم و قانعشون کنم که من میخوام کار خوبی رو برای ایرونی ها انجام بدم. برای همین ورژن انگلیسیشو با کسایی که دارم کار میکنم، مثلا جیسن ویزنر جزو کسایی که تو مانیتیزیشن برای گیم کار کرده، استاد دانشگاهمون بوده، گفتم به من کمک کن، من میخوام ورژن آمریکاییشو انقدر قوی درست بکنم که وقتی میخوام پول در بیارم و اون پولو خرج یه پروژه های برای ایرونیا بکنم لازم نباشه که گردنم کش کنم، میگم به خدا من میخوام این کارو بکنم. به افتخارش. اونجا هدف میچکا فقط همینه دیگه، روشنسازی برای بچه ها. و چه سنی بچه ای؟ اول میچکا رو ما نوشتیم 6 تا 12 ساله. دلیلی که نوشتیم 6 تا 12 ساله به خاطر اینکه گیم داشته وسطش. 3 تا لول گیم داره. نه گیم های یه سال وسط این حرفتو بکنم. خیلی از کسانی که این اتفاق بهشون میفته تلفن سمارت فون ندارن، اپلیکیشن نمیدونن چطوری باید نصب بشه، پدر مادر براشون بچه 6 ساله رو براشون تلفن نمیخره. چه راه دیگه‌ای میتونه برای این باشه که با این فرهنگ آشنا بشن؟ دقیقاً تو تلویزیون آریانا برای افغان هاست. من رفتم صحبت کردم، گفتم که افغان ها میتونن فارسی رو بفهمن ولی من اصلا هیچ اطلاعی ندارم که کدوماشون تلفن دارن، دسترسی دارن و اینا کسایی هن که خیلی احتیاج دارن. و تو تلویزیونشون گفتم من از شما خواهش میکنم به من زنگ بزنین، من فایلو براتون میفرستم، چاپ کنین دست بچه ها برسونین، هیچی نمیخوام، به من بگین، من ایمیل بهم بدین، من همه فایلا رو براتون مجانی همه رو میفرستم، هر بنیادی هر جایی که اینو دست بچه ها میرسونه. خب هیچکی به من ایمیل نزد، در حالی که مثلا توی ایران
من همون هفته اول یه صفحه تلگرام درست کردم، گفتم هر کی سوالی داره چیزی داره ما روانشناس داریم برای این کار. بلافاصله هفته اول 1500 نفر اومدن اضافه شدن. مام بابا بچه‌م اینو گفت چیکار کنم چیکار کنم چیکار کنم. یعنی اونایی که واقعا خیلی احتیاج دارن شاید نمیدونم، من شاید اون فرهنگش هم شاید ندارن که دنبالش برن یه کاری بکنن. یعنی من واقعا میخوام به اونا کمک کنم ولی اونا باید من کمک بخوان، میدونین؟ یعنی اول باید درو بزنن که من درو وا کنم. من نمیتونم. برای توجه داشته باش که فقط قشر ثروتمند ما یا قشر پولدار ما یا مرفهین بیدرد اینا یه مقداری تو این مسئله یا این بچه آزاری کمتر دیده میشه تا قشر دیگه‌ای که تحصیلاتش به اون اندازه نیست، آگاهی نداره، به خاطر همین هم به اونها رسیدن خیلی سخت‌تره و به اون بچه‌ها رسیدن خیلی سخت‌تره. ولی یه نکته هم بذاریم بهتون بگم که خیلی مهمه. غالباً پدر مادرها فکر میکنن چون بالا شهرن، چون تحصیل کردن، چون فلان فلان، این اتفاق برای بچه‌شون نمیفته. من نمیگم نمیفته، من میگم میفته، درصدش کمتره. نمیدونم، من نمیدونم کمتر هست یا نه. من خود من مادرم پزشک کودکان بود و ما قیطریه بودیم، ولی این اتفاق بیشتر کودکی منو تحت تاثیر خودش قرار داد. شنیدم. و به نظر من بدترین چیز اینه که شما فکر کنید تو محله خوبی هستین، شرایط خوبی هستین و بچه‌تون هیچ‌وقت از این قضیه رنج نخواهد برد. من اول تو فکر این هستم که چطوری میشه بیاری بچه 6 ساله در ایران این رو رسون، حالا در هر نقطه از شهر، و بعد طبقه‌ای که تحصیل نکرده. ما یه نکته، من یک سال قاسم آباد زندگی کردم، بسیار جای خوبیه و اونجا قشنگ خیابونا خاکی بود، ولی همه موبایل داشتن. یعنی مثلا من اونجا رفته بودم یادم این نوکیای قدیمی داشتم، بعد این جینجری باش راه می‌رفتم، بعد همه اونجا همه موبایلاشون آخرین مدل بود، بعد دیدن دهاتیه رو بیرون من دیدم ببخشید مثلا میزه. یعنی حداقل من 3 سال اومدم رو اطلاعات من تو ایران، اونام که تو روستا 6 ساله هیچی. من اصلا انتظار ندارم بچه 6 ساله موبایل داشته باشه. من انتظار دارم پدر مادر اینو دانلود کنن دست بچه‌شون بدن. این کاری هست که بتونه آموزش پرورش در ایران به تو کمک کنه؟ والا آموزش پرورش که آخرین نفریه که الان میخواد قیافه ما رو ببینه. بسیار عالی. ولی این یه نکته. ولی نکته دیگه ای که هست، من فکر میکنم که پدر مادرای ما تو ایران به اندازه کافی آگاه هستن. ما 21 ماه پیش اسمش چی بود؟ سپتامبر. آفرین. ماه پیش 21 ماه اینو پابلیش کردیم، تا الان 8500 تا دانلود گرفتیم. اشتباه آگسته. من میدونم که برنامه پخش میشه، سوال نکن. خب بابا، خب من میخوام از موقعی که پابلیش کردم اپلیکیشن توی یه ماه و 10 روز 8500 ما دانلود گرفتیم، فقط برای اندروید و اصلا تبلیغات هم نداشتیم. بنابراین من فکر میکنم پدر مادرمون الان توی ایران خیلی اهمیت میدن به اینکه بچه‌ها راجع به این قضیه آگاه بشن. من اصلا نگرانیم، راستش نگرانی من ایران خیلی کمتره. من جزو چیزایی که خیلی برام الان داره دغدغه میشه این قشری هست که مثلا توی افغان‌ها یا مثلا افغانایی که توی ایرانن، اینا قشری هستن که خیلی بیشتر تحت تاثیر این موضوع قرار میگیرن و دسترسی ندارن. آخرین سوالم ازت بکنم، وقتم داره تمام میشه، دغدغت چیه در این راه؟ راستش دغدغه من منحصر به ایران نیست. چیزی که نه در این راه، من گفتم نه ایران، دغدغه در کاری که داری انجام میدی. من اعتقاد دارم که همه ما در درون یکی هستیم. مشکلات وقتی به وجود میاد که به بچه ها از بچگی یاد میدیم که شخصیت اونا، وجود اونا منحصر به شرایطشونه، منحصر به اطرافشونه. ولی چیزی که من دلم خواهد تو سریای میچکا یاد بدم این که درون همه ما یه چیزی هست که تحت تأثیر هیچ شرایطی کوچکترین ارزشی نه بهش اضافه میشه نه کم میشه، به همون قشنگی و زیبایی که توی همه هست.
توی همه اپلیکیشنامون کاراکترامون فرق میکنه، ولی اسم همشون میشکا خواهد بود، برای که میخوام بچه‌ها ببینن هر شرایط مختلف همه اینا یه روحه توی بدنهای مختلف. اول از همه از شما شروع میشه، اگر دوست دارید تلفناتون رو در بیارید، میچکا رو الان دانلودش کنید، این اپ رو دانلود کنید، بخواد که تعداد نمره ها که بیشتر بشه مطمئنن به سحر هم کمک خواهد شد. اگر موافق هستید تلفناتون رو در بیارید و میچکا رو الان دانلود کنید. آخری میشه زود بگم نه وقت هم شده، هفته دیگه یه نمایشگاه داریم توی اوکلند از نقاشی بچه ها که برای ما فرستادن از گل دلشون و اینکه چه چیزای گل دلشون رو خوشحال میکنه. بسیار عالی. به افتخار سحر شمس، به افتخار میرسه به مهمان این قسمت از برنامه ما، یکی از هنرمندان دوست داشتنی، یک موزیسین خوب با سازهای بادی، یک تکنسین عالی که باهاش بیشتر آشنا خواهید شد باز هم در رابطه با سازهای بادی، و یک اسم شناخته شده در موسیقی کشورمون، خانم ها آقایان موری.
خانم بوری عزیز. خب چطوری آقای بوری؟ سلام خدمت آقای دبستانی. سلام خدمت مهمانان عزیز. امیدوارم که خوب باشین، خوش گذشته باشه بهتون. مرسی مرسی. خب دست نزدن، خود درست میشون. موری چند از چه سنی شروع کردی با نوازندگی سازهای بادی؟ 14 سالم بود که شروع کردم ساکسیفونو. 70 سالی میشه پس بیشتر. خب سن یه عدده. سن یه عدده. همه اینه که سنشو میره بالا همینو میگه. نه من قبول ندارم که سن یه عدده. قبول نداری اصلا؟ باری کلا اصلا قبول ندارم. آره از لواسه دست و دل لواسه نزار. آقا لواسه‌ای که سنی نداره. ماشاءالله مهمونی اصلا تغییر نمی کنه. الان داشتی میگفتی 10 سال همدیگر رو ندیدیم ولی واقعا تغییر نمی کنه. ماشاءالله. Very nice. Very nice. انسان نازنینیه، انسان خوبیه و دوست بسیار نازنین خوب، هنرمند خوبیه. از 14 سالگی با چه سازی اول آشنا شدی؟ من با ساکسیفون شروع کردم اول، بعد یه 10-15 سال ساکسیفون میزدم. بعد ساکسیفونو بعد دیگه رفتم طرف فلوت. از طرف فلوت. بعد یه مدت طولانی که همین آلبومامو این کار فعالیتی که میکردم با فلوت بود. فلوت سخت زدنش. تمام سازا سخته، بستگی داره که مثلا الان یه دقیقه همین یه صدا از توش در بیاد. آقای لواسانی؟ نه نه خود شما اول. نه اونم لازم نداره، همینطوری ما بشتمیم فقط. همینجوری. مرسی. مرسی. بده حالا به ایشون. آقای لواسانی بفرمایید. چرا منم یه چیز میکنه؟ شما آخری باری که فلوت زدی چه جوری بود؟ فلوت بسن ببینم. چه باید بکنم؟ باید فوت کنم؟ فوت فوت کنیم برم. اینجا؟ اونجا. یه بار زبانه تو بکن چکار میکنم؟ نه جدی چکار میکنی؟ رضا خوبه رضا. توش همینجوری بوده؟ همه موریشو بهش یاد بده بچه رو. آقای افسانی کار شما نیست. ببیشه. خیلی سخته. دست زنی داشته خواهد افسانی. کلامش کن. خیلی سخته. ببین اون سرش 2000 دلار قیمتشه. فقط همون سر. نشون بده لطفا باری جا. بله این دروغ نمیگم ها، واقعیت همون اون 2000 دلاره. 2000 الان داشتم 2000 دلار فوت کردی. آره و شما بلدی صداشو در ریا قایم قصه صدا چی رو صدا اینو من میتونم با همه اون صدای شما رو در بیارم. خب جوابمو گرفتم. من نمیدونستم شما ساکسفون هم میزنی. باری کرد. بله بعد کل سازهای بادی رو موری باش آشنایی داره. بعد یه چیزی درباره موری بعد بهتون بگم. موری نه اینکه فقط موزیسینه، بلکه در واقع پدر همه این سازهای بادیه. چون تکنسین سازهای بادیه و بزرگترین نوازندگان سازهای بادی برای تعمیر سازهاشون به پیش موری میرن. و یه ایرانی توجه به این داشته باشید، یه ایرانی اسمایی که الان خود موری میتونه بهتون بگه تمام اینها سازاشون رو موری درست کرده. اسمشون کیاست؟ اسمشون که بزرگان واقعا کسایی بودن که از بهتون میگم از هارلم نیویورک شروع کردن. مثلا سناشون هم خیلی شاید بالا باشه ولی مثل دیف فیل، سم موس، دیگه بگم سازی بوده که مال بنی گودمن بوده من درست کردم، لستر یانگ بوده که درست کردم و همینطور خیلی یک هست... دو سه تا اسم بگو اینکه ایشون نمیشناسه. دو سه تا بگو حداقل یه جوری نه خب همه کسای میشناسن ایشون همه رو و خب تو این مدت که من شروع کردم خب امضاهاشون هست، عکساشون هست، مجله ها و به این طریق خب دیگه باهاشون هست. قدیمی ترین سازی که دست دادی بهش چند سالش بود؟ یه سازی رو درست کردم مال 1895. چه اشکالی داشت؟ دیگه فرسوده شد، من بازسازیش کردم این سازو. مال 100 خورده ای سال بود و هنوزم چی بود؟ الان دارمش. چی بود؟ یه دونه مثل ترومپت بود، کورنت.
درستش کردم. واقعا شوخی نیست، یکی از بهترین هاست. یعنی وقتی که شما به کمپانی بزرگ سمعش میرفتید، به کمپانی بزرگی به نام سمعش که همه باش آشنایی دارن، موزیسیان ها به خصوص، وقتی میرفتیم اونجا، موری در واقع کسی بود که تمام مدیریت سمعش تمامشون روی این آدم قسم می‌خوردن و در صحبت هست می‌کردن که اگر سازی خراب باشه تنها کسی که می‌تونه این ساز رو درست کنه موری هستش. مرسی. و واقعا برابو. مرسی. مرسی. و این خیلی مهمه، بخاطر اینکه وقتی یک کسی اینقدر با درست کردن ساز آشنایی داره و با نواختنش، چون مینوازه خیلی راحت‌تر هم می‌تونه این کار رو انجام بده. الان می‌دونم آلبوم داشتی، آلبوم اینسترومنتال چند تا داشتی تا الان؟ 4 تا آلبوم دارم، بله. و الان دیگه شروع کردم آهنگایی که سینگل درست می‌کنم. یه مقدار هر 6 ماه یه بار یه سینگل درست می‌کنم. حالا میدم به مارکت دیگه به این صورت، ولی که آلبوم که دیگه کار نمی‌کنه الان. به قول معروف زمانی که همیشه میگم زمانی که تاور رکورد بسته شد، موزیک آمریکا یه مقدار خوب دیگه اصلا حرفی برای گفتن نداره که بخوای از نظر سی دی بخوای آلبوم بزنی. دیگه به این طریق دیگه. از زمانی که چی؟ تاور رکورد. تاور رکورد. من سه‌شنبه به سه‌شنبه تاور رکورد می‌بینم. در آمریکا یه چیز جالبیه. در جاهای مختلف دنیا یه تاریخ داره. شاید خیلی‌ها ندونن. هر سه شنبه آلبوم ها، سی دی ها و فیلم های مطرح، فیلم هایی روی دی وی دی در اون زمان و امروز الکترونیک به بازار معرفی میشه، روزهای سه شنبه به بازار میاد در آمریکا. هر چیزی، یعنی روز ریلیس سه شنبه هستش. حالا گاهی وقتا امکان داره خیلی کم مثلا چهارشنبه بیفته یا چیز، ولی سه شنبه است. سینما جمعه است. یعنی دوازده، یعنی الان کاری کردن، پلان کردن، خیلی وقت اگه دیده باشید پنجشنبه شب سینما ها میتونید برید. دوازده شب این کلکه، دوازده شب ایست کوست، بله، یعنی شرق آمریکا. برای همین شما نه شب میتونید اون فیلمو برید ببینید در لس آنجلس، ولی کلیدش به عنوان جمعه میخوره. درست. خیلی اینو نمیدونن، کلیدش جمعه است. بله. که این فیلم جمعه ریلیز شده و جمعه و آخر و روز یک شنبه زمانی که میخوان نگاه کنن که فروش یه فیلم رو بخوان برای سه روز ویکند بدونن، از جمعه تا یک شنبه حساب کنن که در واقع پنج شنبه شب فیلم باز شده. موسیقی، سی دی های آهنگ ها، خواننده ها و ویدیو ها هم همیشه روزهای سه شنبه به بازار میومد. در تاور رکوردز و بعدم برای اجاره یا برای خرید در بلاک باستر. ساعت چند؟ سه شنبه ساعت چند؟ صبح. نه 12 و یه دقیقه آیا تا رکورد باز بود، دوشنبه شب شما میتونید خرید کنید. ولی باز نبود، 12 شب میبست. درست. سوالی داری وقتی میزنی کجا چی میشه؟ نه من سوپرمارکت های آمریکا هم سه شنبه ها استاک میکنن. میدونستید اینو؟ میگن اگه غذای فرش میخواین سه شنبه ها برید. میرید اونجا. بسیار بله. اونجا استاک میکنن. موری کلا تا حالا چند تا آهنگ ضبط کردی و زدی؟ 34 تا. بله. 34. این 34 تا چند تاش بازسازیه؟ میتونم بگم 28 تاش. 28 تا بازسازی. به خاطری که اینسترومنتال از نظر خودم میگم وقتی یه بازسازی میشه، البته با یه تکنیک بیشتر، یه تکنیک بهتر بازسازی میشه، به گوش اولا مردم یه آشنایی دارن با اون آهنگ. اگه آهنگی که من بسازم یا آهنگسازهای دیگه بسازن، یه مقدار کار داره، یه مقدار تو زمان میبره که تا مردم باش عادت کنن. ولی خب با آهنگای قدیمی که بازسازی بشه خب دوست دارن همه. دوست دارن. بله. خودت چه آهنگی رو از دقیقه اول تو فکرت بود که این آهنگ رو دوست دارم بازسازی کنم؟ اولین آهنگی که من بازسازی که خیلی دوست داشتم یه فیلمی میدیدم به اسم دالاهو. دکتر هو. دالاهو. دالاهو. شخص. آها. بله دقیقا. بله. دالاهو. به امروز رو شوشی. میکنم بله. بله. من اولین آهنگی که تو آلبوم اولم بود این آهنگ بود. و اینو بازسازی کرد. بله. راست بگی؟ بله. سال 2001. چه جاله. بله. بازسازی کردم این آهنگو و خیلی هم خودم خیلی دوست دارم. منم خیلی دوست دارم. و آهنگ قشنگیه. خیلی خوب. بعد از بیونه بچه های خودمون، خواننده هایی که برسات تو لس آنجلس بودن، چه کاری رو دوست داشتی انجام بدی؟ چه کاری رو انجام دادم؟ خودم. آره خودم. بازسازی کردم. آره که دوست داشتم. آهنگایی که دوست داشتم
تنگ غروبه داریوش رو، داریوش عزیز رو بازسازی کردم و بچه های لس آنجلس به اون صورت قدیمی ها بود. من معذرت میخوام، ما هفته گذشته اینجا صحبت میکردیم و صحبت از این بودش که گفتیم جمشید و افشین و اینا، بعد همین جان پرسید جمشید افشین کدوم کیه؟ من میدونستم داریوش خواننده خیلی معروفیه. داریوش عزیز گفتم من میدونستم کیم، دوستان خیلی خوب منم هستن. جمشید عزیز دو هفته پیش اینجا بودن، با هم هم حال کردیم. افشین عزیزم تو اینجا جوری میگفتن افشین، سه هفته پیش. چه هفته؟ سه هفته. آقا هفت هفته گذشته از نه بابا، سه هفته پیش. من قربونت شکر جمشید اینجا. آقا جوری میگفتن افشین و جمشید. جولای جولای اینجا بود. جولای اینجا بوده. خوش میذاره همش خوابیدی دیگه. همش خوابه. من یه سوال خیلی مهم دارم. میگن نوازندگان اگه یه روز تمرین نکنن خودشون متوجه میشن، اگه دو روز تمرین نکنن همکارانشون متوجه میشن، اگه سه روز تمرین نکنن همه متوجه میشن. دقیقاً. شما چند روز یه بار تمرین میکنی؟ آیا به جایی میرسی که دیگه تمرین نکنی؟ نه نمیشم چیزی. سازای بادی من سالهای سال ساکسفون نمیزدم. پنج ماه پیش تصمیم گرفتم که ساکسفون بزنم، برگشتم دوباره. بعد از پنج ماه پیش تا الان روزی اگه باورتون بشه بین 8 ساعت تا 10 ساعت تمرین میکنی؟ تمرین میکنم. یعنی من باور، یعنی من ساعت 7 که کارهای بیزنس روزم بسته میشه 8 به بعد میزنم تا 4 صبح 5 صبح. یعنی من شبا شاید 4 5 میخوابم و روزی 10 یک شنبه از ساعت 11 تا 2 شب. بذار الان ببینیم این الان همین الان از کار بیکار میشه. Barry, how many hours do you practice a day? Three or four hours? He does 8. Good for him. نه به خاطر اینکه نه 4 ساعت نه به خاطر اینکه دیوید اگر 4 ساعت میزنه سازش فقط ساکسفون بوده. من به خاطر اینکه دوباره برگشتم باید پوزیشن رو باز دوباره بازسازی کنی. سر درد میگه کجا یادم 10 ساعت دادم فوت کنه. نه به خود جدی میگم، نمیگم کجا یادم درد میگیره. آخه شما 8 ساعت فوت کنی، That's hard. باور کنین آره من 10 ساعت هم زدم، ولی اگه عادت کنیم سردردی نمیگیریم. ببینم میگه اگه عادت کنیم سردرد نمیگیری. سخته برای خودت دیستی. موزیسین همینطوره، موزیسین کسای دیگر رو سرشون رو درد میاره وقتی تمرین میکنه. واقعا همینطوره. یا ویالون که اصلا واقعا نه ویالون میشی. ویالون ها؟ ویالون بله آره. بیژن مرتضوی نه جنگ استاد تو گفتی بیژن دیگه من اسم منو برای بوری همیشه این داستان یه شوخی هستش با بیژن عزیز. یه بار این داستان بود، بیژن پشت در قایم شده بود کار بده کردین و بوری اومد دفتر من. بعد من گفتم که آقای بیژن هم اینجوری اینا و هر کاری کردیم که این بوری یه چیزی بگه اینقدر بردیمش تا آخر اصلا یک کلمه از درد دستش بعد بیژن دارم باز کرده بعد تو گفت به خدا اصلا اینا منو مجبور کردن گفت فهمیدن الان تو خودم یادم بیژن شیطانی های گذشته دیگه بله 15 سال پیش بود دقیقا 15 سال پیش بود آره 15 سال پیش بود بله دقیقا 15 سال پیش بود آره یادمه یادش بخیر روزای خوبی بود. من زمانی یه تجربه خواندن هم تو داشتی. این تجربه خواندن برای دل خودت بود یا برای اینکه برای بیزنس بود؟ آیا هر موزیسیانی دوست داره یه آهنگی هم بخونه؟ من روی صحنه خیلی کار میکردم. یه زمانی بود که مثلا شاید روزی سه چهار ساعت فقط میخوندم. موقعی که بند داشتم خودم. سالهای پیش. زمانی که آمریکا نبودید. آمریکا نبودم، اومدم تو آمریکا هم خب کار میکردم. آره. بند خودمون بود و خوندن رو خب دوست دارم، ولی بیشتر کششم روی سازمه چون از بچگی باش بزرگ شدم. ولی خوندن رو دیگه دوست، یه وقتا اگر مثلا اتفاقی بیفته اون سه تا آهنگ هم که خوندم سعی خودم میکردم که خوب باشه. ولی یکی از طرفداران موری عزیز پدر من بود.
و شب‌های زیادی آدم یادش که پدرم همیشه تعریف من امروز اتفاقا باور کنم داشتم این فایلامو نگاه می‌کردم چشمم خورد به دو تا نامه که خطاشون هم خیلی شبیه بود. یکی پدر شما که برام نامه نوشته بود، یکی پدر خودم اون زمان که اومده بودن پدرتون آمریکا برای من فوری نامه نوشتن که ما اومدیم آمریکا و اون حتما این نامه رو براتون میارم چون خیلی خوشحال میشم. خیلی آره همیشه از تو تعریف می‌کردش. مرسی. و خیلی از مردم ایران به خصوص زمانی که از ایران خارج شده بودن و همه در شهرهای مختلف بودن صحبت می‌کردن یادش بخیر دوست عزیزی که از میون ما نیست آقای سیون لوی. بله صحبت می‌کرد شب‌های دیزی گوف و موری عزیز ما. درسته. آره یادش بخیر. من اون زمان خب حدود 1982 بود که با پدرتون آشنا شدم و خب چند سالیشون بودن و دیگه بعد اومدن آمریکا و دیگه من ندیدم ایشون. دیگه نامه دادن برام و دیگه همین اون نامه رو برای خاطرات نگه داشتم. مرسی. خوشحالم. مرسی که امشب با ما بودی. منم خیلی خوشحالم. یکی از هنرمندان بسیار دوست داشتنی، دوست مرسی. خیلی خوبیه و میدونم که الان دیگه بیزنس خودت هم داری. بله الان من حدود یک ساله که بیزنس خودم دارم. بسیار عالی. برای تعمیر ساز یه فروشگاه بزرگیه دیگه. سازم میفروشی؟ بله هم فروشگاه هم دیگه کارهای سازبادی میکنم. بعد لواسری میگه تو خونش همه سازها رو داره. تو ساکسفون نداره؟ نداری. من میگم یه ساکسفون بگیر. شما اول یاد بگیر بزنش بعد. ولی خیلی سخته. شما میتونین بگیرین به جای آبجور استفاده کنین. به جای آبجور. بزنید رو میز لامپ. از اینا نمیتونه بخره که دکمه میزنی خودش میزنه. هست اونا. هستش از اونا. خب اگه موافق هستید دوست دارم که از موری عزیز دعوت کنیم که روی صحنه برامون چند آهنگ دیگه بزنه. آماده ای؟ به افتخار ما. Thank you.
مهمان بعدی ما من برمیگرده به سالها پیش یا چند سال پیش، دوران پرزیدنسی آقای محمد خاتمی، که با قلم ایشون من اون زمان آشنا شدم و بسیار لذت میبرم. هر بار که نوشته‌هایشون رو خوندم، کاراشو دیدم، و از این اولین باری است که امروز ما در مقابل همدیگه قرار گرفتیم و همدیگه رو برای اولین بار ملاقات کردیم. ولی خب نام ابراهیم نبوی یا نام شناخته شده است و این فقط ما ایرانی ها نیستیم، همینطور که خبر دارید این اوارد معروف پرنس کلاس یکی از جوایز بسیار ارزنده است که برای کشورهای مختلف یا برای قاره‌های مختلف انتخاب شده و به اندازه انگشتای یک دست از میون ما ایرانی ها این افتخار نصیبشون شده که این جایزه رو ببرن. فیلمسازهای بزرگ، نویسنده‌های بزرگ هم از این مسئله دور نبودن. یکیشون ایگناسیو آگوراس که من خودم کاراشو دوست دارم، یک فیلمساز شیلی که شاید خیلی باهاش آشنایی داشته باشن، 100 بچه در انتظار قطار یکی از فیلم‌های شناخته شده‌شه که میتونید ببینید. همیشه ابراهیم نبوی با نوشته‌هاش، با طرز فکرش و با نگاهی که داشته تفاوت رو آورده و ما رو باهاش با کاراش آشنا کرده. امشب هم میهمان برنامه تب پنجشنبه شب ما خانم ها آقایان ابراهیم نبوی. خیلی کلی یه چیزایی گفتن راجع به من، ولی من خیلی جزئی میگم یه چیزایی راجع به خودم. در واقع سعی میکنم خودم رو معرفی کنم برای عزیزانی که فکر میکنن منو میشناسن. یعنی به طور کلی معمولا آدم ها فکر میکنن منو میشناسن، منم فکر میکنم بقیه رو میشناسن، بعدن که نزدیک میشیم ببینیم اصلا اینجوری نیست. اولین بار که من متوجه شدم که چقدر وجهه خیلی خوبی دارم پیش مردم توی بلژیک بود. یه مهمونی بود، از همین مهمونی های ایرانی دیگه، از همین مهمونی های شب شب عشق و شور، شب شب ماه و نوره و فقط به خاطر تو اینا. ما نشسته بودیم یه گوشه ای و بعد تصادفاً یه لیوان شرابم اومده بود جلوی من، مثل همین آزاده نامداری و اینا. بعد همین که اومد دیدم این آقا هم اومد و بعد یک نسل جدیدی ما تو ایران داریم که اینا یه تیپ خاصی هن. پریروز استندآپ کمدی داشتم، یه تکون میخورم، یکی گفت تکون نخور، الان باید مواظب باشم که تکون نخورم، یعنی نه من نه این. خلاصه برگشت به من گفتش که اومد پیش من، یه سری آدمایی هن توی این نسل جدید یه خصلت ویژه‌ای دارن، مثلا پدر سمنانیه، مادر یزدیه، بعد بچه وقتی میاد آمریکا لهجه ترکی پیدا میکنه. نداشتیم، یعنی وقت و هر چقدرم توی لس آنجلس بیشتر بمونه لهجهش غلیظتر میشه، اصلا تو ایران نداشته ها، ولی اینجا پیدا میکنه. ایشون اومد قد 190 سانت، بلند، تمیز، شیک، برگشت، یه خاله کوچولو هم داشت شبیه ویجنتی مالا و اینا. اومد پیش منو، خب میشناخت منو، اومد گفت آقا نبوی خیلی معروفی. خب این کلمه رو آدم نمیدونه باش چطوری برخورد کنه، هر تعارفی یه پاسخی داره. مثلا یکی میگه مخلصیم، میگی چاکریم، مثلا میگه کوچیکتیم، مثلا میگیم مخلصتیم، اینا همش یه جوابی داره. ولی وقتی یه کسی بگه تو خیلی معروفی، آدم چیکار کنه؟ به خصوص این که مثلا بهار رهنمام نباشی، مثلا یه آدمی که آخه میدونین یه سری آدم ها هستن که اینا سلبریتی هن دیگه، بدون دلیل مردم دوستشون دارن، یعنی تو اصلا نمیدونیم برای چی، ولی هست، ریخته همینجوری هر جا بری پخشه. خب اینم وقتی میگه خیلی معروفی، آقا ما فکر میکردیم مثلا نویسندهی معروف چیه، مثلا ما اعتباری داشتیم، حیثیتی داشتیم. گفت نه خیلی معروفی. چی جواب بدم؟
بعد اینم جواب نداره. مثلا فرض کن یارو اومده بود بعضی چیزا جواب داره بعضی ها نداره. مثلا یکی اومده توی ماشین مثلا میگی مخلصیم چاکریم فلان، اومد پول حساب کنه، بعد راننده دید داره دستش میره لای در، گفت دستت نره لای در، گفت سرت نره لای در، اینم جوابشه. ولی این معروفی هیچ جوابی نداره. من خیلی تواضع به خرج دادم، گفتم خیلی ممنون قربونتون برم. بعد گفتش آقا نبوی، من شما رو از همون قدیم ندیما میشناسم، از موقعی که تو روزنامه کیهان و همشهری کمدی مینوشتی، مقالات های شما اونجا چاپ میشد. حالا فکر کن من توی کیهان و همشهری هیچ وقت ننوشتم، ولی مطمئن نمیشون خونده. اصلا ایرانی ها اینجوری هن. تو ننوشتی هم یارو خونده. نگاه کردم دیدم آره، این گفتم که خیلی ممنون قربونتون. گفت آقا نبوی این مقالات ها رو شما خودت می نویسی؟ این یکی از سوال های فلسفی مردم ها. نه من نمی نویسم، مسعود بهنود می فرسته، من اسمم اون زیر می نویسم چاپ می کنم. و یه دقیقه نگاه کرد گفت آقا نبوی اینا رو شما از بر می نویسی؟ این هم یه سوال فلسفی دیگه این طرفه. آره، خلاصه گفتم که حالا بله، منم وقتی مردم غریبه میبینم یه ذره تقوا به خرج میدم، اینا فروتنی و اینا. گفتم بله خواهش میکنم. گفت آقا نبوی ما هر وقت وعا شما رو نشون میدن، وایس آف امریکا وعا، هر وقت وعا شما رو نشون میدن ما با خانوممون خیلی حال میکنیم. منو نشون میدن شما با خانومت حال میکنیم. به من چه؟ مگه من چی کار میکنم؟ درسته من کانون گرم خانواده رو دوست دارم، ولی من این بی‌ناموسی ها به من نمی، من فوقش راجب سیاست هم، من راجب این چیزا اصلا کاری ندارم که. حالا فردا عروسی جنتی رو میندازن گردن من تو 300 سالگی بعد از 3 دور کیلومتر صفر کردن تازه رفته زن گرفته مواظبش باشه. گفتم که بله آره خودم می نویسم. رفت و یه دوری زد و برای ما یه گیلاس شراب گرفت آورد اون بغل گذاشت و باز هم آزاده نام داری. بعد برگشت به من گفتش که آقا نبوی اینجا می بینی این همه آدم هستن، اینا هیچ کدومشون شما رو به هیچی حساب نمی کنن، ولی من می کنم. یعنی ایرانی ها واقعا قدر آدم رو می دونن، ارزش آدم رو به جا میارن، الکی نیست. خلاصه اومد گفت آقا نبوی من همه نوشته های شما رو خوندم، اصلا فقط اون موقع سلفی نبود و جنه باتون سلفی هم گرفته بودم. گفتیم باشه. رفت و دوباره برگشت و گفت آقا نبوی یه سوال میتونم ازتون بکنم؟ گفتم بفرمایید. گفت من شما رو یه جایی ندیدم. آقا پس این حرفا چی بود داشتی میزدی یه ساعت به ما؟ گفتم که بله ممکن. گفت نه بعد محله دوم بازارچه دوم نازی آباد. خب منم اونجا اصلا نرفتم، یه بار مثلا ماشین رد میشده کشیده شدیم اون پشت. نه من چرا اونجا دیدمت؟ بعد شما نمیتونی بگی نه دیده تو رو، من نبودم هم مهم نیست چون اون دیده، من نمیتونم بگم که. گفتم من یادم نمیاد. گفت چرا؟ گفت چرا آقا اکبر جنجی مقالاتی نوشته که سعید حجاریان و عباس عبدی اونجا بودن، شمام بودی. میخوام بگم که مردم این همه ما رو میشناسن چون خیلی معروفیم. و به همین دلیل البته نه معروفیت ما یه ذره با معروفیت آدم‌های مثل آقای ملک مطیعی خیلی فرق میکنه. برای همین من وقتی دادگاه داشتم تو ایران، برای اینکه مثال بزنم راجع به اتفاقی که برام پیش اومده بود، اینو من چرا هی بی خودی دور و نزدیک میشم، اشکال نداره که، نه راحت باشم، مرسی. من این آقای امیر قاسمی رو که میبینم یاد به قول امام خمینی یاد سوزان روشن میفتم. خدا خلاصه فداش.
بله بله، اون که میگفتن حقیقت بود حقیقت. خلاصه عرض کنم که منو برده بودن دادگاه. فکر کن من 60-70 تا پرونده داشتم که همش توهین به مسئولین بود. خب معمولا تو ایران آدم هر چی بگه توهین به مسئولین میشه دیگه، یعنی تو اگر بگی مثلا دستتونو بشورین هم میشه توهین به رئیس جمهور، برای اینکه اون هیچ وقت دستشو که نمیشوره. تو اگه بگی مثلا دماغتو پاک نکن باز مثلا آستینت، میشه توهین به رئیس قوه قضاییه. خب من به طور طبیعی هر روز یه 7-8 تا توهین میکردم به هر کسی دیگه تو مقالایی که مینوشتم، ولی من هیچ حرف جدی نمیزدم. یعنی کلن من اصلا به طور طبیعی هم حرفا، الان من خودم که اومدم اینجا فکر میکنم سخنرانی جدی دارم میکنم، شما ها میخندید، بعدم به من میگن که مثلا ما خندیدیم، یا استنداپ کمدی هم به من نمیگن که، من بعدش که میام به من میگن استنداپ کمدی بود و اینا. بعد خلاصه من رفته بودم توی دادگاه، میخواستیم حرف بزنیم، من به قاضی مرتضوی گفتم که آقا من توی دادگاه میخوام به همین شکلی که من بلدم حرف بزنم، طنز و اینا. گفتش که میخوای ما رو مسخره کنی؟ گفتم که نه میخوای نمی کنم. گفت نه اشکال نداره بیا. رفتیم. آقا ما کلن، من یه مقاله جدی تو عمرم نوشته بودم تا اون زمان سال 81 مثلا 80، یه مقاله نوشتم روز 18 تیر که قضیه دانشگاه تهران اتفاق افتاد. مقاله اسمش بود پاسخ چماق سنگ نیست. درگیری شده بود بین دانشجوها، نیروی انتظامی و حزب الله و اینا لتو پار کردن. یعنی ما یه مقاله نوشته بودیم، من و عزت صاحبی دو تا مقاله نوشته بودیم که به دانشجوها گفته بودیم درگیری با اصل با سنگ و اینا درگیر نشن، مثلا نصیحت کرده بودیم. حالا چی نوشته بودم؟ نوشته بودم که انقلاب ما آسان به دست نیامده است که آن را از بین ببریم. حالا آسانم به دست اومده بود، ولی حالا ما نوشته بودیم آسان به دست نیامده. ما نوشته بودم ما باید به قانون احترام، حالا اصلا هیچ کی احترام نمیذاره، ولی ما نوشته بودیم. و فکر میکردم کلن من همون یه بار را از قانون و حکومت دفاع کردم. گفتیم حالا هر چی برگرده به ما بگه شما این اشتباه این کارا رو کردیم، میگه ما اون مقاله رو نوشتیم. آقا رفتیم اونجا، اومد مقاله رو خوند، گفت این مقاله اتهامای تو همش توی اینه. گفتیم برای چی؟ گفت آره تو اینجا به نظام بی احترامی کردی، به همه چی توهین کردی. ما اومدیم گفتیم آقا ما میتونیم یه مثالی بزنیم دفاع کنیم. من خودمون گفت باشه، مثال زدم آقای ناصر ملک مطیع رو. ناصر ملک مطیع همه میشناسین دیگه، نویسنده نیست که، همه دیگه میشناسیمش، تو سینما بازی میکنه، دوستمونه، آشناست. ناصر ملک مطیع رو اول انقلاب احضار میکنن، بهش میگن بیا دادگاه ساعت 8 صبح. بعدم میدونن روشن فکرها تا ساعت 12 ظهر میخوابن، هنرمنده تا 1 بعد از ظهر میخوابن، ساعت 8 صبح احضار میکنن. ما تو عمرمون فقط 3-4 بار قبل از ساعت 12 ظهر بیدار شدیم، اونم همش به دادگاه بوده تو ایران. خلاصه ما بعد میرفتیم دادگاه و بعد ایشون بعد میرفت دادگاه و ساعت 7 صبح بعد بیدار میشد، شب قبل خوابش نمیبره. به خودش فکر میکنه خب من اونجا احضار میکنن چی به من میخوام بگن؟ یادش میاد میگه خب برمیگردم میگن که تو فیلما مش عرق خوردی. خب عرق خوردن چیکار کنم؟ بعد میگن تو فیلما تجاوز کردی، تو فیلما کافه رو به هم ریختی، کتک کاری کردی، چی بگن؟ با خودش فکر میکنه، هی راه میره، من اونجا که با این خانم این کارا رو کردم اصلا حواسم نبود، اونجا که کتک کاری کردم، اونجا که عرق خوری کردم. خلاصه همش داشته با خودش فکر میکنه، یه دفعه یادش میاد میگه خب من نقش امیرکبیر رو بازی کردم. یادش میاد که نقش امیرکبیر رو توی سلطان و صاحب قران بازی کرده. گفت میرم اونجا میگم آقا اگر من نقش عرق خور بازی کردم، اگر نقش خانوم از اون نقش آبازی کردم بی ناموسی، اگر کافر رو به هم ریختم، من نقش امیر کبیرم بازی کردم، مردی که اقتصاد ایران رو نجات داد، مردی که فرهنگ ایران نجات داد، مردی که به ادبیات ایران خدمت کرد، مردی که به سیاست ایران خدمت کرد. با خیال راحت میخوابه، صبح میره دادگاه، وارد میشه، یارو میگه آقای ناصر ملک مطیع میگه بله،
میگه شما متهم هستید که نقش امیر کبیر رو بازی کردید. میگه آقا من که فقط نقش امیر کبیر رو بازی نکردم، من تجاوز کردم، کافه به هم ریختم، عرق خوردم. حالا موضوع همینه، همیشه اتهامات ما برعکسه. خیلی ممنون. خوب هستین؟ مرسی، ممنون. خوشحالم میبینم اتون. ولی شما خیلی معروفید. واقعا معروفید. و حتی ما به اندازه شما که معروف نیستیم. شما من با سوزان روشن معروفم. آره. البته با سهیل شما واقعا خاطبی معروفید. آره، ولی سهیل هم خیلی با شما معروفه. اون بله بله میشناسم. آره خیلی ما میشناسمش. خوب هستی شما ان شاء الله؟ مرسی، ممنون. آمریکا خوبه؟ آمریکا آره بد نیست. آره از اروپا بهتره. و منم اومده بودم برای یه کاری که تو دانشگاه ایرواین بود و یه مقداری انجام دادم و فعلا حالا همون کارو دارم میکنم، همین که یه وبسایت تنس هست به اسم حلزون رو سردبیری میکنم. لس آنجلس ماندگار هستی یا ایرواین ماندگار هستی؟ ماندگار در اون حدی که یک ایرانی میتونه بگه ماندگار. آره آره. این واژه لس آنجلسی یا تهران جلسی یه داستانی قراره حرفای رکیک بزنی. این واژه در صورت به خصوص در جامعه اینتلیکشوال کشور ما هم رواج داره یا نداره؟ آره، من اولین مجموعه داستانی که سال 1178 چاپ کردم تو ایران به اسم تهران جلس اسمش. آها. همون اونجا 20 سال پیش چاپش کردم اونجا. پشت دیده ما. خب به طور طبیعی آدم هرچی بگه به شما برمیخوره. آره دیگه، خود به خود یه چیزی میشه. نه، داستان یه ایرانی که توی لس آنجلس و داره نامه مینویسه با مامان چه خانومه که بعد دیگه میگه مثلا من آقای امیر قاسمی رو دیدم چی شد. نه البته اسم شما رو مستقیم نیورده بود، بعد میخواست بیاره. میخواست بیاره سر سوزان روشن. نه، خود سوزان روشن بود قبل از اینکه ببینت تو. قبل از اینکه منو ببینه. آه. موقعی که لباس چرمی میپوشید شما هم میدیدین؟ آره دیگه، موقعی که حقیقت بود. موقعی که حقیقت رو میخوند. آره بسیار آینا ببین، این ستایل نوشتن شما، این ستایل نوشتن برای خیلی ها جا افتاده، خیلی هم باهاش میدونن که شما حرفاتون رو با طنز میزنید، برای یه سری هم برای وقتی که نوشته میشه به عنوان این یاسش که آه این داره یه چیزی میگه، کمدی طنز قابل قبول یا برای ماها چیز مهمی نیست. این شما خودت چی فکر کنید نسبت به کار؟ ببین در واقع این یکی از شانسای ما همینه دیگه، یعنی در واقع همین که جدی گرفته نشه خودش یه شانس برای ما. یه میگوئل لیتین یکی از کارگردانای آمریکایی لاتینه، ازش میپرسن بهش میگن که شما تو سینمای بولیوی به فکر کنم بود یا شیلی، بهش میگن شما فیلم میسازید و کسی جلوتون نمیگه، برای چی؟ میگه برای اینکه نظامی ها سینما نمیرن. در واقع یکی از شانسای ما اینه. و یه چیزی که واقعا برای من اتفاق افتاده بود سر همین دادگاه خودم، خب مرتضی به من 8 ماه زندان داده بود، بعد رفتم پیشش بهش گفتم حکممون بده و اینا، بعد برگشت به من گفتش که این هفته، هم با همون لهجه یزدیش گفت من این هفته میرم میشینم حکمت صادر میکنم بهت میدم. بهش گفتم که خب چرا الان نمیدی؟ گفت من بذار پروندت نوار ویدیو دادگاهت میبرم اونه نگاه میکنم حکمت میدم. گفتم مگه تو نبودی تو جلسه دادگاه؟ گفت خب بی بی سی نوشته تو سر ما رو کلا گذاشتی. گفتم مگه نبوده تو جلسه؟ خودت که بودی که. گفت خب من که نمیفهمم، اونا میفهمم. واقعیتش اینه من فکر کنم مثلا خب ما سر به سرش میذاشتیم، ولی واقعا خب آدم امیدوار بود که مثلا طرف خیلی مثلا با قضیه کنار نیاد یا مثلا جدی نگیره. واقعا یکی از شانسای ما اینه که با طنز جدی نمیگیرن. اگه جدی هم بگیرن که خب هم میزنن پدر ما رو در میارن. سیاست مدارم الحمدلله اپوزیسیون هم عقلش کمتر از پوزیسیونه، اندازه حکومت ابلهه واقعا.
حالا نه همشون 95% 95% که در خارج از کشور منظورتون هستن؟ در خارج از کشور که بیشتر هم بیشتر از 95% آره دیگه. این وقتی لقب شما یا وقتی که ستایر یا وقتی صحبتش میکنیم این وقتی به واژه ایرانیش نگاه میکنیم از یه طرف طنزنویسه از یه طرف هم حجونویسه. آره حجو ببین یکی از انواع طنز حجوه. آها. یعنی کلن شوخی و سه دست است شوخی. یه دسته شوخی که ما بهش میگیم حجو که در واقع شوخیه بدون هدفه. حجو شوخیه که من مثلا شخص شما رو مسخره میکنم، یه نفر رو مسخره میکنی. طنز میشه یه شوخی که معنی اجتماعی داره، هدف داره، برای یه چیزیه، برای یه هدفیه. من کارم طنزه. خب یه عده هستن که مسخره بازی در میارن، یعنی فقط ادا در میارن. یه عده هم هستن که مثلا یه کسی مثلا فرض کنه یه کسی شما رو مسخره میکنه، مهم نیست شما خوبی یا بدی، با شما دشمنه. این میشه حذف. طنز همیشه کنار حذف است. من معمولا سعی میکنم مسخره نکنم افراد رو. طنز بنویسید. آره من طنز. طنز بنویسید. و این فضای طنز شما از آغاز به این صورت بوده؟ یعنی از آغاز ابراهیم نووی طنز نویس بوده؟ تقریبا میشه بگی از موقعی که من قبل از اینکه طنز بنویسم، من سال 76 طنز روزنامه‌ای شروع کردم. از سال 1370 طنز غیر روزنامه، یعنی تو ماهنامه مینوشتم. ولی من قبل از اینکه وارد طنز بشم درباره سینما هم کار میکردم، داستان کوتاه هم نوشتم. گزارش فیلم نه؟ بله گزارش فیلم، من سردبیر اولش بودم. بله. برای همین من تو حوزه‌های دیگه هم کار میکردم، ولی یه دوره ای آره، ولی من جنس طنزم تقریبا همیشه همین جوری بود. یه جور طنزی که تا قبل از اون نبود و در واقع یه جورایی یه جور هم جدی هم طنز دیگه. خود شما اگه بخوام بگم که شما بهترین کاری که انجام دادید در دوران داخل کشور، در دورانی که سر کار بودید، در صدا و سیما همکاری داشتید، در گزارش فیلم نویسنده بودید، چه کاری رو بهش افتخار میکنید؟ کدوم کارتون براتون جذاب بوده؟ ببین من تو کار بیشترین کارهایی که به عنوان شخص خودم کارامو دوست دارم همین کارهایی که تو حوزه طنز سیاسی کار کردم. توی کتابایی که کار کردم بهترین کاری که خودم دوست دارم کتابش به اسم قصه کوتولا و دراستا، یه کتابی است که همش حکایت‌های کوتاه راجع به طنز سیاسی. یه رمان، دو تا رمان هم نوشتم که فکر کنم اونا خوبه. اینا رو بیشتر از همه دوست دارم. نسبت به شغلایی که داشتی؟ بله. نویسندگی رو به عنوان کار اصلی بیشتر از همه دوست دارم. فیلم مستند ساختم، فیلمنامه نوشتم. مثلا من چه ترانه‌ای فیلم مکس رو کار کردم، مثلا تو فیلم بازی کردم، همه این کارا رو کردم، ولی اونا رو دوست ندارم. من فقط نویسندگی رو بیشتر دوست دارم. بس کاری که استند اپ کمدی هم کردم، ولی بازم نویسندگی رو بیشتر دوست دارم. استند اپ کمدی که کردید هر دفعه مسئلهش فرق می‌کرده یا؟ بله من 6 7 تا تور تا حالا گذاشتم که 6 تا تور بود. از سال 2000 تا حالا 6 تا تور گذاشتم که هر دوره مثلا یه دونه یه طرح داشته که مثلا این 20-30% ممکنه تکرار شده باشه، ولی بقیهش تغییر کرده. مردمی که اینجا زندگی میکنن یا در لس آنجلس به خصوص زندگی میکنن و ایروان که شما زندگی میکنید تو دنیای خودشونه، یعنی یه فضای خودشون دارن. قلم شما قلم داخل کشوریه. بله. این فضایی که روی صحنه شما اجرا میکردید چند درصد این مردم با شما ارتباط برقرار می‌کردن؟ به طور عادی ببینید مثلا من اون دفعه‌ای که دفعه اول که تو لس آنجلس برنامه اجرا کردم سال 2007 بود. توی برنامه من توی همین جایی که مورگان ویکسن سالن اینجا برنامه اجرا کردم دو بار 200 نفر اومده بودن پشت سر هم بود اون دفعه 2007. و آقای لیموندی برنامه رو برگزار کرده بود. آقای لیموندی خب مثلا یه چیز بوده 20-30 تا با روسری آدم بود تو سالن. بعد این آقای لیموندی اومده بود گفت تو اینا رو دیدی؟ با همون لهجه شیرازی گفت اینا رو دیدی؟ اینا چه جوری بود اومده بودن تو سالن؟ گفتم که خب من نمیدونستم اصلا. میگفت من تا حالا ندیدم این آدم ها رو این تیپی. من توی شهرهای مختلف که میرم معمولا تیپایی که برای من میان بیشتر این بچه‌ها که بیشتر با فضای داخل هماهنگن.
برای همین مثلا من خیلی کمتر میشه، ولی اونایی که بیرون ایران میان مثلا معمولا 40-50% حرفایی که من میگم رو نمیگیرن راحت. چقدر فضای لس آنجلس با فضای ایران و مردم ماهایی که در خارج از کشور زندگی میکنی با مردم داخل کشور چقدر فاصله هستش و چقدر ماها توی لس آنجلسی ها یا ماها تو آفسایدیم یا نه تو زمین هم هستیم؟ بستگی داره. ببین شما یه ذره فرق میکنی ممکنه با یه عده دیگه. بعضی ها مثل شما، شخص شما تلاش میکنید و یه مقدار نزدیک شدید، یعنی مثلا خب فضاتون نزدیکه، ولی گاهی وقتا 60-70% مفاهیم نقد و منتقل نمیشه. یعنی به طور جدی فاصله وجود داره بین اون چیزی که اون بچه ها میگن و اون چیزی که اینجا فهمیده شده. حتی خود منم که اومدم با اینکه من دائما با داخل ارتباط دارم، ولی الان احساس کنم 15-20% چیزایی که میاد نمیفهمم. منم این فاصله رو دارم، ولی کسایی که اینجا هستن فاصله شون خیلی زیاده و گاهی وقتا یه جور انگار که دوست دارن این فاصله زیاد هم بمونه. برای این فاصله وجود داره گاهی وقتا. برای خیلی از شماهایی که در داخل کشور هستید، این مسئله ای که بیاید آمریکا، در آمریکا زندگی کنید، به خصوص با شغلایی که قبلا شما داشتید، یه خورده حتی خیلی وقتی شما اعلام کردید که میخواید با من گفتگو کنید، بعضیا براشون سوال برانگیز بود که چطور ابراهیم نبوی داره با امین قاسمی گفتگو میکنه. برای خیلی هم جذاب بود. آره ببین، من در واقع برای خودم، من تو توییتر نوشته بودم که من میخوام برم تو برنامه آقای امیر قاسمی. یکی نوشته بود یعنی حالا کارت رسیده به جایی که میخوای بری پیش امیر قاسمی بشینی. حالا انقدر نمیدونم به شما بد گفته بود یا به من یا به هر دو تامون، ولی من که شما رو دوست دارم، از سوزان روشن بیشتر دوستتون دارم. ولی ببین در واقع دو تا مسئله است. یکی این که اونایی که با ما ارتباط، یعنی در واقع منو به عنوان یه آدم سیاسی میبینن که توی فضای اجتماعی سیاسی ایران کار میکنم، من چه میدونم، من همیشه میگم من یه اصلاح طلبم، از موضوع مشخص و جدی دارم، شوخی هم ندارم در این موارد، حرفا رو هم میشنوم، بد و بیرا رو هم میشنوم، ولی مشخص نظر دارم. خب اینا فکر میکنم مثلا ما نمیتونیم کنارم بشین، در حالی که خب من از نظر شخصی ممکنه با شما خیلی راحت تر باشم تا با مثلا آدمای سیاسی که به عنوان اصلاح طلب یا مذهبی و اینا یا سیاسی چپ شناخته میشن. به هر حال من چه میدونم، من یه آدمی هم که فضای فرهنگ اجتماعی، موزیک، سینما، داستان نویسی برام معنی داره دیگه، برای همین من با این فضا خیلی راحت تر میتونم کنار بیام. ولی از نظر رابطه با داخل، من الان خب خودم هم به اندازه کافی مجرم هستم دیگه به خاطر مسائل ایران و اینا. من آخرین بار سال 88 احضاریه برای من اومده، بنابراین همیشه اتهام دارم، بنابراین جفتمون من به یه اندازه متهمیم. آره. خب این جای خوشحالی داره. نه اصلا جای خوشحالی با هم میتونیم بشیریم، من در باره با هم در باره سینما اقلا صحبت کنم. سینما، چه سینمایی رو شما دوست داشتید؟ سینما تو ایران یا سینمای جهان؟ سینمای جهان چی بوده براتون؟ سینمای جهان، من خب سلیقه‌ام به سینمای اروپایی خیلی نزدیکه، ولی سینمای آمریکا رو هم دوست دارم. خب انواع مختلفش رو هم تو سینمای اجتماعی آمریکا رو دوست دارم. من چه می‌دونم، سینمای مستند آمریکا رو دارم. من چه جیم جارموش رو دوست دارم. سینمای نیویورکی ها رو دوست دارم. فورد کاپولا یا مثلا فرض کن مارتین اسکورسیزی، اینا رو هم دوست دارم. سوفیا یا باباش؟ نه، پدرش. فرانسیس فورد کاپولا. سینمای کلاسیک آمریکا رو دوست دارم. مثلا حتی مثلا سینمای حالا شو بیزنس، مثلا There is no business like show business، مثلا سینمای دهه 60، سینمای رقصای دو نفر و اینا، مثلا سینمای موزیکال و اینا رو هم خیلی دوست دارم. ولی به طور شخصی سینمای فرانسه رو دوست دارم، آلمان رو دوست دارم. اون 3-4 تا فیلمسازای آلمانی رو خیلی دوست دارم. یعنی میشه آدم اصلاح طلب باشه و بعد سینمای رقص دو نفره Dancing in the Rain هم دوست داشته باشه؟ مگه میشه که شما اصلاح طلب باشی اینا رو دوست نداشته باشی؟ معلومه آدمی که اصلاح طلب باشه یعنی میخواد زندگی کنه، برای همینم همه سینما موسیقی همه رو دوست داره. آره دیگه. خب من این دو تا رو خیلی راحت با هم جمع میکنم. بسیار عالی، بسیار عالی، به افتخار شما.
من دیگه بعد برم یا هستم تازه اول خیالم داشت راحت میشه عینکتو از کجا خریدی عینکم داره یکی از داستانا اینه که شاید این دوست نازنین شما ویکی‌پدیاتون رو خونده چون تو ویکی‌پدیا عنوان میکنه که شما در همشهری قلم زدید نه من تو همشهری من همشهری رو راه انداختم روزنامه همشهری رو خب یعنی من چون همشهری دو تا بود قبل از اینکه روزنامه در بیاد یه ماهنامه همشهری در اومد که من با شهرام شکیبا ما اون رو راه انداخته بودیم اون روزنامه به خاطر مقاله من و مقاله کاردان این کاردان چی بود اسمش نه برات اون یکی کاردان ایرانیه داریوش کاردان آره به خاطر مطلب داریوش کاردان و مطلب من توقیف شد بعد روزنامه همشهری را افتاد من روزنامه همشهری رو من توی در واقع توی پروژه راه اندازیش بودم با آقای احمد ستاری و اینا که بعد روزنامه همشهری که راه افتاد من تا سه ماه اونجا بودم و من و آقای گنجه دو نفر اولی بودیم که از اونجا بیرون اومدیم و غیر از اون روزنامه های دیگه رو نشر دیگه رو بله من روزنامه زن خانم فائزه هاشمی رو راه انداختم بله. روزنامه مجله هفته‌نامه گل‌آقا رو راه انداختم هفته‌نامه گزارش فیلم رو راه انداختم هفته‌نامه ارغوان رو راه انداختم و تعطیل شد و یه چیز حدود 10-12 تا روزنامه و هفته‌نامه راه انداختم که هر کدوم یه مدت کار کردم و بعد اومدم دوست ندارم برم تو فضای سیاسی داستان ولی همش تو نه خب بالاخره ابراهیم نووی جلوم نشسته دوست دارم این سوال از شما بکنم آیا نظر ابراهیم نووی اصلاح طلب لس آنجلس نشین امروز اینه که میتونه یک اصلاح طلب رقص دو نفره را قبول بکنه یا اینکه اصلاح طلبی که در ایران هستش و خیلی وقتا شما با بعضیشون کار کردید و در مقام های بالایی هم قرار گرفتن اونها هم چنین نگاهی داشتن و دارن ببین آیا این میتونه با نظام اصلا یکی باشه یا ربط داشته باشه نظام چه ربط به نظام داره ببین اصلا وقتی ما میگیم اصلاح طلبی اصلاح طلبی یک گونه فکر آدمه از آدمایی که اینجا هستن فکر میکنم تعداد زیادیشون به مثلا تو انتخابات به آقای روحانی رأی داده باشن یه تعدادی حداقل نیمی از آدما رأی دادن فلس میزنن من خودم برخوردم اینجوری بوده وقتی دیدم ببین یک اقلیت کوچکی تو نیروی اصلاحات توی رهبری آدمایی هستن که ممکنه مذهبی باشن وگرنه جریان اصلاح طلبی تو ایران اون 20 میلیونی که به خاتمی رأی دادن به آدمایی که به روحانی رأی دادن اینا اصلا مذهبی نیستن نه همشون مثل من هم. اینا همشون تازه ما خیلی پیغمبریم توشون بقیه همه آدم های معمولن همه این آدم ها که دارن وگرنه تو فکر میکنیم اگه ما این همه آدم مذهبی داریم توی جریان اصلا مردم ایران که مرجع تقلیدشون هم مسلمان نیست چه برسه به ماها که دیگه ما هم که دیگه اصلا دیگه بی خیال بگه نه ببین اصولا ببین من مثلا این که دارم میگم عکس فرد آستر و جینجر راجرز همیشه تو خونه ای که من موقعی که از تهران اومدم بیرون اتفاقا یه مجموعه گرفته بودم یه تقویمی بود مال سال 1988 ببین مال کیه و تمام این فیلم ها رو من ایران دیده بودم بعد ما تو ایران ببین انقدری که ما واقعا باور کن انقدری که ما توی تهران فیلم های اروپایی و کلاسیک آمریکایی رو در دسترسمون بود شما اینجا تو لس آنجلس نمیبینید برای اینکه اونجا ما با همه این سینماها به یه شکل خیلی جدی و کلاسیک هیچ کار دیگه نداشتیم تو ایران دیگه همش میشستیم فیلم میدیدیم درسته آره. ابراهیم نووی خب اسمش شناخته شده است آقای گنجی هم همینطور و نسبت به آقای گنجی یک جبهه بزرگی در خارج از کشور به وجود اومد خب آره. ولی برای شما این حالت نیست چرا؟ جبهه بزرگ مخالف یا مخالف. موافق؟ خب ببین حتی تو موشه با گوگوش مشکل پیدا کردن خیلی از این اپوزیسیون ها که چرا گوگوش دعوت ابراهیم دعوت مرش گنجی رو قبول کردش خب با گوگوش که شما که بیشتر از همه مشکل داری قربونت برم فدات بشم نه ما دیگه مشکل نداریم آره نه نه ببینید ببین من خودم بیشتر از
خانم گوگوش با اکبر گنجی مشکل دارم، برای اینکه ماها ببین من یه نویسندم، یه طنز نویسم و هیچ وقت حداقل میتونم بگم توی 30 سالی که کار روزنامه نگاری میکنم هیچ وقت نگاه ایدئولوژیکی نداشتم و هیچ علاقه هم ندارم، ولی خب یه سری از دوستای ما که اصلاح طلبن اینا دیدگاه ایدئولوژیکی دارن، یعنی مثلا خودشون میگن ما ملی مذهبی هستیم. من اصلا اینجوری نیستم، من همینجوری آدم معمولی هم، کاملا از نظر فکری آدم کاملا معمولی هم و در کنار مردم معمولی هم تعریف میشم دیگه. شاید به این دلیله من خب خیلی راحت‌تر با مردم، خیلی راحت‌ترم، خیلی عادی‌تر میتونم کنار شما قرار بگیرم. حتی اکبر گنجی هم بچه خوبیه، ولی خب یه ذره اینا چیزن دیگه، دردآتی هم بابا خدا من ببخش. دوباره من از حرفا زدم که 2 سال بعد جوابشو پس بدم. آقا دردآتی نیست، خیلی هم ماهن. این قسمتشو پخش نکن. سینمای داخل کشور. سینمای داخل کشور رو خب من از اون سینمای روشنفکری قبل از انقلاب خوشم میاد، یعنی در واقع از فرخ قفاری بگیر بیا سهراب شهید سالس، داریوش مهرجویی، بیضایی، اینا رو از اون دوره، اون سینمای اونجوری رو دوست دارم. بعد از انقلاب کیمیایی جزو این حساب میشه یا نه؟ مسعود کیمیایی چند تا فیلم خوب داره، من ریتم قیصر رو دوست دارم، ولی یه ذره کارهای بد داره دیگه، بعضی چیزش رو دوست دادم، به خصوص که بعد از انقلاب دیگه همش افتاد به تکرار و اونم فقط این جواد طوسی هم انقدر هی تعریفش رو کرد که الان دیگه همش هی خودش رو تکرار میکنه. ولی مثلا پرویز کیمیاوی چرا؟ پرویز کیمیاوی چرا؟ مثلا اونو خیلی دوست دارم، مثلا اون 3-4 تا فیلمش رو باغ سنگی و پلیکان، مثلا پلیکان اینا رو خیلی دوست دارم. و سینمای بعد از انقلاب به نظر من شاهکاره و الانم که دیگه واقعا سینمای ایران بسیار سینمای خوبیه. من خیلی دوست دارم. با سامان مقدم فقط همون مکس کار کردیم. من سامان مقدم مکس رو با هم کار کردیم و خب رفیق بودیم و بعدم من سر مکس اومدم بیرون دیگه. بخشی از ترانه‌هاش هم حذف شد ولی خب بخشش موند دیگه. چرا اومدی بیرون؟ من که همون موقعی بود که داشتم از ایران می اومدم بیرون دیگه. آدی براسون اومدی از ایران. آره دیگه، همزمان با فیلم شد که بخشی از فیلم، 2 تا از ترانه‌ها حذف شد. هیچ وقت ورزش ایران دنبال کردی؟ ورزش ایران و فوتبال نوشتی برای ورزش؟ برای روزنامه تماشاگران یه چند باری مطلب نوشتم، یکی که بهترین گزارشام راجع به مسابقه فوتبال ایران استرالیا است به اسم ساعت 25 تهران، ساعت 25 خوب. یه گزارش مفصل نوشتم، ولی فوتبال ایران رو خیلی جدی دنبال میکنم، به شدت پرسپولیسی هم جدن؟ بله. البته این چهار هیچ این هفته رو حساب نمی کنی. چهار هیچ این هفته رو از الهلال خورد، خیلی بدجور بود. آره. خیلی بد. آره ولی دیگه اینم میذاریم به بزرگی برانکو برای بچه ها میبست. استقلالی های زده دوباره اومده بودن پروی میکردن دیگه. اینقدر پرسپولیسی هستی. آره دیگه. اینقدر. من خب 40 سال از ایران دور هستم، برای همین واسه من برمیگرده، من پروینی هستم. اینجوری قشنگ ما ناموسی هستیم، پروین و دایی همش حسابه. آره ولی خب من پروین دوران من در کودکی من بله. علی پروین بود و سفر ایران پاک و بله. عمر بهزادی و اون دوران رو به خاطر دارم. بله. ولی خب وقتی بیرون میای دیگه برات اون ایران نه، من اونا رو هم به خاطر دارم ولی اینا رو هم دارم. آره. فکر کنی فوتبال ایران چطور پیش میره؟ فوتبال ایران الان بد نیست، ولی به نظر من اگه دولت همونقدر که به والیبال بیتوجهی میکنه، اگه همونقدر به فوتبال بیتوجهی کنه، فوتبال ایران خیلی رشد میکنه. برای اینکه الان هی الان 3-4 سالیه که دولت همه توجهشو گذاشته رو فوتبال، به والیبال هیچ کاری نداشته. والیبال الان ما قهرمان یکی از 3 تا تیم برجسته جهانی. اگه همین جوری با فوتبال هم برخورد کنن، فوتبال احتمالا ما میریم این دفعه تو جام جهانی میریم جزء 8 تا تیم شاید بریم. انشالله. تله نوعی توی گفتگوی آقای قرینی میگه که برنامه 90 برنامه ای هستش که فوتبال ایران رو خراب میکنه. شما چی نظر دارید؟ من به طور جدی 90 رو دنبال نمیکنم، یعنی در واقع یعنی جوری نیست که پیگیر دائمی باشم، ولی کلن تاثیر فردوسی پور و کلن تاثیر گروه
گروه تیپ هایی مثل فردوسبار جواد خیابانی نه اون دیگه خیلی جواده زیادی جواده هم خیابانی هم جواده تأثیر اون بچه ها و نوت به نظر من تأثیر مثبتی بوده خیلی توی باشعور شدن فوتبال تأثیر داره به نظر من که چیز مهمیه و من در واقع فکر میکنم اگر یه سری هم یه سری بازی‌های غیر حرفه‌ای البته اینا نظرات علکیه دیگه فقط بذار همین جمله رو بگم تمومش کنم چون برای که من خودم خوشم نمیاد نظرات غیر تخصصی بدم ولی من فکر کنم اگه یه مقدار این برخورد هم برخوردای روانی که ما ایرانی‌ها داریم حسود بازی و از این خاله زنک بازی و این چیزایی که تو بازی دست جمعی خیلی خراب میکنه اینا اثرش کم بشه احتمالاً تو فوتبال خیلی تاثیرات بهتری خواهد داشت من نمیخوام راجع بهش حرف بزنم برای گفتی برای خوبه خوبه آره نووی میشه بیرون گود بود و از بیرون گود قلم زد و گفلنگش کن من یکی دو بار دوستای من مثلا طرف من برگشتم گفتم آقا مثلا تو انتخابات مثلا در انتخابات شرکت کن بعد یارو میگه تو نمیتونی از بیرون گود بگی لنگش کن میگم من که نگفتم لنگش کن من گفتم لنگش نکن شما میخواید بگید انقلاب کنید من میگم انقلاب نکن من میگم اصلاحات بکن اگر تو بخوای یه کاری بکنی که احتیاج به شجاعت داشته باشه یعنی بخوای بگی که مردم برید مبارزه کنید من بیام اونجا بشم رئیس اینو نباید بگی ولی اگر که تو بخوای نظرت رو بگی به جامعه نمیتونی بگی به نظر من هیچ ایرادی هم نداره اتفاقا من از ایران اومده بودم اوایلی که اومده بودم سال 2000 بود رفته بودم که اسلو یه اتفاقا استنداپ کمدی داشتم بعد از اینکه برنامه‌ام تموم شد یه آقایی بود اومده تو برنامه‌ام نشسته و از این طرفدارای مجاهدین خلق بود فکر کنم برگشت به من گفت که شما اصلاح طلبو باید اونجا وایسید با حکومت مبارزه کنید بجنگید برید زندان و اونجا انقدر برید زندان تا این حکومت دیگه تو زندانش جایی نداشته باشه و شکست بخوره گفتم که چرا من برم بجنگم خب تو برو بجنگ تو خودت داری به من دستور میدی خب برو بجنگی من میگم نجنگید اگه تو واقعا نظر بخوای بگی نه اتفاقا دادن نظر خیلی خوبه احتیاجی هم نداره شما توی گود باشی معمولا کسایی که تو ترکیه هستن به بقیه میگن شما بیرون گودین خودشون بغل گودن اون طرف به ما میگن بیرون گودین اونایی که تو فرانسه ایرانی ها هر کشوری که هستن تو اینترنت یه جور برخورد میکنن اونایی که میگن تو گود نشستی بیرون گود نشستی نگو لنگش کن همشون تو ترکیه هم معمولا یه چیز دیگه بگید ترامپ خب آره اول از همه آیا شما موافق بودی با کاری که آقای ظریف کرد؟ با چه کاری؟ همین قراردادی که بسته شد توافق ایران توافق و آمریکا توافق ایران بله بله و بعد توافق ایران و آمریکا آیا فکر بودید اگر اتفاق نیفته همونطور که الان خیلی از صحبت‌ها بوده دیگه هواپیما رو داریم می‌بینیم همین رو می‌بینیم نسبت به این مسئله خیلی ها میگن دیدی گفتیم دست ندید دیدی گفتی با آمریکا مسالمت نمیشه کرد والا بعضی وقتا یه حرفای میزنن یارو میگه که آقا پاره کنیم من میگم آخه برای چی میخوایم پاره کنیم چه من نمیدونم این ملت چرا همش میخوان پاره کنن آخه چیزی نشد آخه همش هر کی هم میبینی یارو میگه آره بزنیم پارهش کنیم فلان اینا نه پاره نکنید ببین خیلی هم مثلا طرف شما خودتون هم اون موقع هم از که لباس چرمه رو میخواستیم پاره کنیم لباس چرمه؟ نه من نمیخواستم پاره کنم ولی لباسه خیلی هیجان انگیز بود آخه شما که میدونید دیگه نورش خیلی زیاد بله. بود بله. برق میزد آره آره ولی ببینید این بعضی ها برمیگردن میگن آقا ما به این توافق عمل نکنیم این توافق عمل شده آمریکا یه پولی رو باید میداده داده ایران هم یه سری مواد رادیواکتیو و بعد چیزای مواد خام چیز رو بعد خارج میکرده خارج کرده اصلا این انجام شده این که شما میگی پاره کنی چی رو میخوای پاره کنی؟ این تموم شده این که میگم برجامو به هم بزنیم در واقع این
آمریکا اون کاری که میخواسته ایران کرده، ایران هم اون کاری رو که آمریکا میخواسته انجام داده، تمام شده رفته. من نمیدونم این حرفا چیه، اینا بیشتر به نظر یه سری حرفای احمقانه که بیشتر تو سیاست معنی پیدا میکنه، یعنی در واقع رجزخونی سیاسیه. آقای ترامپ هم خوشش میاد این حرفا بزنه، کاری که نمیکنه که، هی میگه دیوار میسازم. دیوار کجا بود بابا؟ نه بابا، اینم به نظر من یه آرزه، یه حالا اگر این مملکت و اینجا رو نابود نکنه خدا به خیر بگذارون بالاخره. مرسی، مرسی از شما ابراهیم عقلی. خیلی خوشتنم. کاری از یه هنرمند خوب میخوام بخونم. این تنها هنرمندیه که بسیار 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 محبوب در ایران ولی هنوز رو صحنه نرفته، محسن چاوش. من صداشو خیلی دوست دارم، آهنگاشم خیلی دوست دارم. به نظر من از بچگی داریوش دیپرسینگ ترین خواننده ایران بوده. دوست صمیمی منه، من خودشم میدونه، من اینو همش راجبش میگم. ولی وقتی محسن چاوشی اومد به بازار، داریوش رفت ته صف. چون من فکر کنم دیپرسینگ ترین خواننده ایران داخل خارج همون محسن چاوشی. شما اگه سی دی محسن چاوشی رو کاملا گوش بدین تا آخرین آهنگ، آخرین نوت، اگه تفنگ دستتون باشه میذارین رو سرتون، میذارین تموم میشه.
چون همه آهنگاش مادرم وقتی که من یه بار تو خونه لپتاپم روشن بود، من رادیو جوان رو صرفا به خاطر اینکه سوژه از توش در بیارم گوش میدم، چون موزیک پخش نمیکنن اونجا. یه روز داشتم خونه کار میکردم، فکر کردم گفتم وا صدای سینه زنی میاد، این محرم اینا بوده، اینا رفتن ایران ویدیو گرفتن از سینه زنی، دیگه آهنگ ماهنگ ندارن. اومدم این ماوسو که قبل از اینکه تکون بدم تکونش دادم، گفتم یا امام زمان. البته ببخشید ما ارمنی ها وقتی گیر میکنیم از امامای شما استفاده میکنیم، چون مال ما یه دونه زدن رو صلیب، از هر چی که میخوایم میگیم برید از مال مسلمونا بگیرید، چون شما ماشاءالله زیاد داریم برای غذا خوردن امام داریم، برای چیزای سنگین بلند کردن امام داریم، برای حامل نشدن امام داریم، برای حامل شدن امام داریم، برای وحشت امام داریم، واسه همه چی امام داریم. خب ما هم ارمنی ها چون همشو قبول داریم از اونا استفاده کردم، یا امام زمان. اینا سینه زنی، دیدم نه سینه زنی نیست، محسن چاوشیه. آهنگم خونده زیرش نوشته فکر کنم حافظ یا مولانا. جام تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسمم و سر بریدی، جان پدر به رقصا، جان پدر. آقا این چیه؟ حالا باز آهنگاش یه ذره الان مدرن و قشنگتر شده، از مولانا میخونه و الان قشنگه. من آهنگ فیلم شهرزاد رو براتون میخوام بخونم، بکنم همهتون رفیقم کجایی، فقط این قسمتش رو خواهش میکنم همکاری بکنید از اونجایی که میدونید من و ابی و بعضی از خواننده ها دیگه حوصله خوندن نداریم، شما اگه نباشین کنسرت رفته به یه جای دیگه، همکاری کنید با هم حال بکنیم. یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غریبی حضر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی یه تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ بریزم بیا رو تو رو کن منو زیر رو کن
زخمامو یه جوری رفو کن. رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ مرسی 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 thank you مرسی قربونتون برم. مرسی به خدا این دفعه دومم بود این کارو میکردم، ببخشید اگه کم و زیاد، زیاد که نبود، اگه کم بود به بزرگیتون میبخشید دیگه. علیرضا امروز بذار تو جیبش. مرسی مرسی ببخشید. خلاص ما این کاره نیستیم ولی کردیم. Thank you. چه احساس خوبی میده به آدم، نه؟ من سر ساوندچکمون همینجور الکی ها شروع کردم اینو خوندن، دیدم علیرضا هم قاسمی چشاش هست، حدقه داره یواش یواش میاد. بعد که دیدم اون اونجوری شده، منم اینجوری شده بودم یواش، گفتم یه جدی جدی داره این اتفاق میفته. ولی خب اتفاق افتاد. خیلی هم ممنون از تشویق‌های شما. مرسی. کسی رو اینجوری یاد هستم
قصه چونم شده عشقترین دختر ایرانم زبونم شده عشقترین دختر ایرانم زبونم شده دختر شاه پریونه کسی نمیدونه فرشته ای از آسمونه کسی نمیدونه دختر شاه پریونه کسی نمیدونه فرشته ای از آسمونه کسی نمیدونه بابا کسی نمیدونه خود خودشه همونی که من میخواستم به جون خودم هیچ کسی رو هیجونی رو نخواستم خود خودشه همونی که من میخواستم به جون خودم هیچ کسی رو اینجوری ها عیدی بوی تو بوی کاغذ رنگی بوی تنده ماهی دودی وسط صفره ناز بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بازار با اینا با اینا خستگی ما مرسی شادی شکستن قلک پول وحشت کم شدن سکه عیدی از شبردن زیاد بوی اسکناس تا نخور دیلای گتا با اینا زمسونا با اینا خستگی ما با اینا زمسونا سام میکن با اینا خستگی ما دار میکنم امروز
مرسی از همه تو دعوت میکنم از داری که با ما در امشب مهمانان رو بودن، از ابراهیم نبوی عزیز، از موری عزیز، از مایکل عزیز که روی صحنه به ما بپیوندن. در ضمن دوستان عزیزی که دوست دارید در برنامه به صورت لایو حضور داشته باشید، میتونید از این پس برید روی سایت kodum.com و از قبل برنامه رو بدونید و جای خودتون رو برای استارزان برند رزرو کنید. مرسی از همتون به اتفاق همه همکاران عزیز و مهمانان نازنین ما. مرسی. Let's go. Thank you.